بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم، لحظاتی بهتر، دقایقی بهتر، ساعاتی بهتر و بالاخره آخر هفته‌ای بهتر داشته باشید. اجازه بدید تا ما این چرخ‌ها رو هم به حرکت بندازیم که وقتی حرکت چرخ‌ها نباشه همه چیز متوقف میشه و فایده‌ای نداره. بذارید اینجا یه چیزی هم برای شما بذاریم بنویسیم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و خیلی هم آسون هست. حتی توی فیسبوک بچه‌های محله ویرجینیا و اینها نوشتم که شما فقط یک تماس میگیرید، باقی کارها رو تلویزیون مردم که منظور بنده هستم انجام خواهم داد. و در تلویزیون مردم هر کسی آمد بهش میگیم خوش آمدی. ازش هم نمیپرسیم چرا میخوای برنامه داشته باشی. باور کنید. بهش هم نمیگیم چه چیزایی رو میخوای بگی، چه چیزایی رو بگو، چه چیزایی رو نگو. هر وقتم خواست بره اصلا پرسم چرا میخوای بری. دلیل خودشو داره. و وقتی هم میرن میگیم خوش آمدید. یعنی به امید دیدار ببخشید. خوش آمدید. وقتی آمدید، وقتی رفتید میگیم به امید دیدار و میبینید بعضی هم میرن، باز دوباره میان و الی آخر. ولی اجازه بدید من قبل از هر چیزی تاریخو بگم. امروز جمعه دوم ماه دسامبر سال 2016 است و برابر است با 12 آذر ماه 1395. و دوستانی که از فیسبوک ما رو میبینید و میشنوید بگید ببینیم که حالا این کاری که کردیم، سیستم عوض کردیم، 295 دلار خرج کردیم، بهتره صدا، تصویر که میدونم بهتره چون پهن شده، تمام صفحه رو میگیره، شما رو اذیت نمیکنه، اون وسط فقط باشه، از بالا تا پایین هیچی نباشه. ولی صدا رو اون روز علی دوستمون از ترکیه گفته بود که صدا خوب نیست، گفتم خب شاید صدای خودم خوب نیست. ولی این دوستان یه کمی تو شیراز میگفتن بی معرفتی میکنن، کم معرفتی میکنن، یا نمیدونم کم لطفی میکنن، چون معرفت اگه بگی خیلی خطرناک میشه. وقتی که مشکلشون حل میشه نمیگن چه کار کردن که مشکلشون حل شده. مثلا نمیگه آقا من یادم رفته بود صدای تلفنم رو بسته بودم، من یادم رفته بود صدای کامپیوترم رو بسته بودم، اسپیکر من خراب شده بوده، نوام این اسپیکر رو زده به دیوار افتاده داخل آب، حالا درست شده. پیگیر نیست. و اما دوم دسامبر یعنی ماه آخر، اگر اول ماه حمایت میکنید الان اولای ماه است، اگر آخر ماه حمایت میکنید نوامبر حمایت نکردید، الان هم مال نوامبر و هم مال دسامبر. یکی از دوستان گفت سربی جدیدن خیلی میچرخی، گفتن این صندلی خوب شده، ما هم میچرخیم. رفتیم بهش اسپری زدیم که صدای جیغ جیغش رو بگیریم، جیغ جیغش خوب نشد، ول شده، هی این برانور میچرخه. بذارید من ببینم که برنامه ها رو هم ضبط میکنم که بتونیم بعدن روی یوتیوب و اینها بذاریم. بله، خب اول گفتم تاریخ رو بگم، تاریخ رو گفتم. وقتی تاریخ رو میگیم فوری به این فکر میفتیم که این ماه آذر چه روزهایی در پیش داره. 16 آذر روز دانشجو، نمیدونم 21 آذر روز نجات آذربایجان و هر کدوم از این روزها داستانی که داره. از طرفهای مختلف که میشنوید قصه ها فرق میکنه، داستان ها فرق میکنه و تاریخ متاسفانه همیشه به دست افرادی نوشته شده که بر سر قدرت بودن یا پیروز شدن. چه کسایی پیروز میشن؟ معمولا اونی که قلدرتره، اونی که قویتره، اونی که دیکتاتوره و الی آخر. اینی که خیلی خودتونه تو تاریخ و گذشته و اینها اسیر نکنید. من باید فردا یه چیزی ببندم به این، مثل که تکون نخوره این بر اون بر، یا پاهام رو هر دوش محکم بذارم زمین که نچرخم این بر اون بر. خب ببینیم این دوستون امیرم آمده، خیلی ممنون، و نوشتن که صدا و تصویر عالیه آقای سربی. ممنونم. خب شما بیا برنامه بذار دیگه، حالا که عالیه. و اگرم دیدیم صدای شما خوبه، شاید سرمایه گذاری کردیم، رفتیم کالیفرنیا، 20,000 دلار، 30,000 دلار دادیم به این آقای کوجی زادرودی و نمیدونم دیگران، یه 100 تای 200 تای DVD زدیم یا ویدیو یا CD درست کردیم و آمدیم در هر مهمونی هی به دوستان التماس کردیم بابا بخریم، همم از دستمون فراری میشن.
بمانه. وقتی که من روز سیوم گفتودم که آخرین روز نوامبر هست و هر کی معمولا حمایت میکنه حمایت کنه، اگه تا الان حمایت نکردید از خود سوال کنید که چرا حمایت نمیکنید. تلویزیون هایی رو که مستقلن، از با خدایان تا بی خدایان، از چپ چپ تا راست راست، از طرفدار پادشاهی تا طرفدار جمهوری رو اجازه میده صحبت کنه، خب حمایت کنید. یه دوستی که خیلی برای من نازنین هست دیروز از آلمان تماس گرفت و گفت که من مریض هستم آقای سوربی، و به مجرد اینکه برم بیرون مثل همیشه از طریق بانک برای شما یه مبلغ پولی میفرسته. ایشون هر وقت هم پول فرستاده اونجا هرچی هم اضافه تر بوده به اونها گفته، به قول آمریکایی ها میک شور کرده، یعنی ازشون پرسیده دلیل و اینها که مطمئن بشه دیگه اینجا از ما پولی نخواهند گرفت، و ممنونم از لطفش. بعد گفتم حالا انشالله حالتون خوب بشه و اینها. بعد ایشون گفت که شما با کردیت کارت هم میتونید استفاده کنید. بعد گفتم که بله، ما یه زمانی میرفتیم با این دوستمون عکس میگرفتیم، ویدیو میگرفتیم، و اون موقع مثل الان نبود فوری بدیش به کامپیوتر ببینه، بعد عکس‌ها رو میدویدی میرفتی چاپ میکردی، برمیگردی میبردی به دیوار میزدی، شماره میزدی، طرف میدید میگو من این عکس رو میخوام، اونو میخوام، ویدیو که دیگه نگو نپرس، بدونی که نشونشون بدیم بیچاره ها میخریدن، مخصوصا این پدر مادرایی که بچه‌هاشون گریجوییت یا فارغ التحصیل میشدن. خلاصه ما اون موقع وقتی یک کسی میپرسید که چه پولی رو قبول میکنید، چون تو آمریکا رسمه ازتون میپرسن که مثلا کش قبول میکنید، کردیت کارت قبول میکنید، چک قبول میکنید، ما میخندیدیم میگفتیم شما وقتی اجازه بدید ما دستمونو بکنیم توی جیبتون، هر چیزی توی جیب ما، توی دست ما بیاد و توی جیب شما باشه ما اونو میکشیم بیرون. دیروز در این رابطه وقتی که به این دوستم گفتم که بله ما اینجا دستگاه هم داریم که با کردیت کارت میتونیم استفاده کنیم و خیلی هم ارزونه، حقیقتش هم برای من بهتره هم برای شما. برای من بهتره که مثلا برای 100 دلار 50 دلار مجبور نیستم بلند شم برم وسترن یونیون یا برم مانیگرام، این کوفتیام هم همیشه کامپیوترشون خرابه، چون اینا مال قرن 18 و 19 بوده. حالا بعضی ها میگن آقا قرن 18 که کامپیوتر نبوده. عزیز من وسترن یونیون مال زمانیه که AT&T اون موقع تا AT&T هم نداشته، تلفن هم نبوده، تلگراف بوده. از اون موقع طرف میرفته وای میسته تو تلگراف کنه، پول میداده 50 دلار دست اون تلگرافچی، اون میزده تا تا تق تق دیدی دادی، به کی دادی، کجا دادی، چرا دادی، چند دادی. از اون ور این یکی دوستش وایساده بود اینجا یا تو زندان بود، 50 دلار رو میگرفت و آزاد میشد و بمانه. اینا رو دیگه باید بریزیم تو سطل آشغال، باید با زمانه پیش بریم. زمانه الان پیپل، دو سه تا چیز دیگه هم هست که من ازشون استفاده نکردم ولی هی رقابت میکنن. بهترینش فکر کنم تا حالا پیپل، با وجودی که چند بار به ما دردسر داده، پولتو نگه میداره، این پولا رو کی فرستاده؟ میگم به تو چه کی فرستاده؟ نه آقا ما باید بدونیم، باید به دولت بگیم. میگم بابا طرف تو نیویورکه، طرف تو فلوریداست، اون دوستمون احمد، اون دوستمون پرویز، اینا تو اونجا هستن سالها، اون سیتیزن، من سیتیزن، اون وقت اون این پول شما دنبالش میگردید، ولی میلیون ها دلار خودتون نقد میذارید تو هواپیما میفرستید برای آخونده، خودتون با هواپیما از بالا پول میفرستید برای ISIS، اسلحه میفرستید برای ISIS، خجالت بکشید. بمانه. به ایشون گفتم بله ما با پیپل میتونیم، شما کردیت کارتشو شمارهشو میدی، همین طبق معمول فروشگاه های دیگه اون سه شماره پشتشو اینها رو میدی و ما اینجا کم میکنیم. حسنش اینه که به مجرد اینکه، نه حتی نمیخوام بگم به مجرد اینکه پول به دست ما رسید، به مجرد اینکه این پول رو پیپل میگیره نگه میداره، به شما خبر میده که آقای فلانی تو این کیس، خانم عزیز، این سوربی مبلغ 100 یورو از حساب شما برداشت که دیروز میشد 106 چیز. ایشون گفت اون خرج 5-6 دلارش هم من میدم. گفتم خیلی ممنون. و 100 یورو شد 106 دلار. به شما میگه، اون وقت شما با ایمیل، حتی با تلفن بعضی وقتا زنگ میزنن اگه مال یک کشور دیگه باشه، که یه نفر توی یک کشور دیگه 100 دلار از شما میخواد بگیره، بدیم یا ندیم. تا شما گفتی اوکیه یا اعتراض نکردی اون پول رو ریلیز میکنه. یعنی ایشون تو خونهشه، من توی خونمم، پول رو گرفتیم و تموم شده. چی میمونه؟ ممنون، متشکرم. چرا از ایشون من ممنونم؟
ایشون طرفدار پادشاهیه، باور کن شاه و پدرش رو خیلی دوست داره. این آقا رضا کوچولو پلویر هم خیلی دوست داشته، یا به قول شیرازی ها دوست می‌داشته، از بس این آدم ناتوی هست یکی یکی تمام دوستدارانش رو از دست داده. برید امید دانا یادتونه به من چه فوشایی میداد؟ برید ببینید الان چجوری افتاده به جون رضا پهلوی. بهش میگم خب آخه پسر جوون تو 32 سالته، تو از پسر من جوونتری، تویی که اون روز به من فوش میدادی، به من تهمت میزدی، به من توهین میکردی، مرد باش، ببخشید مرد نه چون مرد پلید هم داری، انسان باش، انسان شریفی باش، بیا بگو من عذر میخوام، من به شما پوزش بدهکارم هرچی که میگین. ولی نه همینجوری دوباره حتی تیزبونی هم هست بدبخت وای میسه اونجا. بعد حالا یه سری دیگه آمدن بیانیه نوشتن، بیانیه طرفداران پادشاهی به رضا پهلوی. میگم شماها منو یاد دوستانی میندازید، آقای منصور استانلو، دیگران، اتفاقا وبسایت دارم الان بهتون نشون میدم، که بیانیه مینویسن به آخوندا آقای کوروش زعیم آزاد کنید. آخه آقا خانم تا کی؟ 38 سال این همه بیانیه فرستادید، این همه نامه خصوصی فرستادید، این همه هشدار فرستادید، بس نبود؟ حالا موقع این نیست که بیان به مردم بگید که اشتباه کردید. آقا سوربی 2 سال اشتباه کرد، 84 تو 86، 1984 تا 1986 هی دوید این ورانور عکس گرفت و برای این و اون طرفدار پادشاهی کارای پناهندگیشون تو آلمان درست کرد، آمد اینجا 86 دید ای بابا این آقا شرکت نفت فروشی داره، بیمه چیز داره، بانک درست کرده، اون بانک ها و اینا هم همش اسمای اسلامی، مدینه، نمیدونم کعبه، فلان بیسا، همه هم ورشکست. با عمش هم شکایت و شکایت کشی که اون خانم پول گرفته از عربا، عربا گفتن این پول ما میدیم به شما، این آقا نداده به اونا، یک افتضاحی. ما چون آمدیم نزدیک بوی کبابی که از دور شنیدیم دیدیم بابا اینا دارن خر کباب میکنن، اصلا اشتهامون از دست دادیم. یا اون آواز دهلی که از دور دیدیم، بودید عروسی بود توی دهی توی شهری، یا آواز ساز و دهل، این همون طبل و نیلبک نبود، چی بود؟ یه بوغی بود. وقتی نزدیک میشدی این مرد بیچاره همشون هم فتق داشتن، از بعد باد مینداخت توی این دهنشو مینداخت توی این، چه آواز گوشتراشی بود که گوش همه رو آزاد میداد. به همین خاطر در اول مثلا ساختن که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خب آقا، آقای امید دانا، آقای نمیدونم ایکس ایگرگ، خانم فلان، شما آمدی طرفدار پادشاهی هم بودی، هیچ عیبی نداره، همه ما طرفدار پادشاهی بودیم دیگه. بالاخره چند سال، بنده که متولد 35 هم تا 57 22 سال. راستی این آقای نصر احمدی دوشنبه برنامه داره، ایشون هم درست مثل من 22 سالش بوده وقتی که انقلاب شده، ولی نمیدونم چرا الان خودشو میگه من جوانم که 52 ساله هستم 57 ساله هستم، یا اشتباه میکنه تو تاریخ ها، باید ازش بپرسم. ولی یادتون باشه دوشنبه 3 بعد از ظهر آقای دکتر نصر احمدی با ما خواهند بود، و امروز آقای دکتر افشارها سه‌شنبه یا چهارشنبه خبر دادن که چند مدتی نمیخوان برنامه داشته باشن. منم نمیپرسم برای چی، حالا یا تعطیلات یا مسافرت، ایشون خیلی هم مسافرت میره. در صورت جمعه 3 بعد از ظهرها الان موجود هست، دوشنبه 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی، چهارشنبه با آقای خدابنده، خدابندلو، یزدان خدابندلو، و جمعه میتونیم با شما باشیم. من حتی با آقای جاوید شهافر امروز خبر دادم که اگر مایل هستید بیان، چیز که هست ایشون توی استرالیا هست، من الان ببینم تایم این استرالیا چیه، مثلا وقت چیه اونجا، خدا ذلیلشون کنه که اون وقتها دیگه میدونست یه جا 14 ساعت 12 ساعت و... بله الان 6:30 صبح، یعنی 8 ساعت با ما اختلاف دارن. اتفاقا بعدم نیست، حالا وقتی شد 3 بعد از ظهر میشه 7:30 صبح اونها، ولی 7:30 صبح آدم از خواب که بیدار میشه من خودم که تا ظهر صدام گرفته. خب دیگه میخواستم از چی براتون بگم، آقای حسن ارشاد امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه داره، ویدیوهاشون از ایران میفرستن، شما میتونی از هر جای دنیا ویدیو بفرستی، اتفاقا اینجوری ارزان‌تر میشه تا اینکه من بشینم اینجا زیر این نور تمام این چیزا کار کنه
و برنامه زنده بخوایم داشته باشیم و سر یه ساعت به خصوص هم بخوایم داشته باشیم. شما اگه ویدیو برای من بفرستیم من میگم آقا روز یک بار گارانتی، بعضی وقتا هم روز دو بار پخش میشه. اون روز دو بار پخش شدنش مهمون ما مجانی، ولی روزی یک بار گارانتی. ساعتش هم عوض میشه، یه وقت 3 شب پخش میشه، یه وقت 4 بعد از ظهر، یه وقت 12 ظهر، که مردم در سر تا سر دنیا ببینن. خواستید روی یوتیوب میذاریم، مردم میتونن هر ساعتی ببینن، مخارج خودش رو داره. خواستید روی فیسبوک میذاریم، هر چند باری که بخوان روی فیسبوک میذاریم، ولی همش نرخ داره. اینجا تو آمریکا اتفاقا با یه دوستی صحبت میکردم راجع به گوگل شیرازی ها، بعد گفتم که این گوگل یقشو نگیره. گفت نه آقا این تو ایران کارش ندارن. گفتم اونجا مثل که همه چی آزاده. گفت آره همه چی آزاده جز آزادی. براش نوشتم باورت میشه که تو آمریکا هم میگن آزادی مجانی و آزاد نیست همینجوری؟ چون اینجا کلمه آزادی میشه فریدم، کلمه مجانی هم میشه فری، در حقیقت دوتاش با همه میشه. بگی آزادی آزاد نی، باید پول بدی تا آزادش کنی. اونم بهتون نشون میدم. و من سعی میکنم چیزایی رو که یاد میگیرم در طی روز، در طی هفته، به دلیل اینکه بلد نیستیم منم مثل شما، و وقتی یکی از شماها با این مشکل برخورد میکنید به من میگید، اگه بگید من اون دو سه دقیقه صرف کنم به دیگرانم نشون بدیم تا یک کامیونیتی داشته باشیم که با این وسایل های تک پیشرفته پیشرفت کرده باشه، عقب نمونده باشه. یه دوستی برای من نوشت که آقای سوربی من برنامه شما یک دونه کامنت گذاشتم، کامنت یعنی نظر نوشتم، و این غیب شده. گفتم ببینید روی صفحه فیسبوک مردم تیوی گذاشتی یا روی صفحه خود من سوربی. من فکر کنم این صفحه سوربی رو باید کم کم پرایوتش کنم، اصلا بذارم برای خودم و فامیلم و دوستان خیلی نزدیک، که بشیم آقا 30-45 هزار نفر توی صفحه منن، هی هم مینیسه آقا دیگه جا نداره. بعدم طرف میگه آقا من رو صفحتم منو نمیشناسی. میگم عزیز من اگه 5000 تا اسم و فامیل اونم دروغی قلابی عکسای قلابی میتونستم حفظ کنم که نمیبادم بشینم جلو تلویزیون، میرفتم یه کار بهتری پیدا میکردم. 5000 نفر رو شما بتونی، تا گفت من حسن علی هستم بدونی آها کدوم حسن علی هستی، اون که شیرازه یا اون حسن علی که کرجه، حسن علی هستی که با نمیدونم موهای بلند عکس گرفتی، یا حسن علی هستی که سرتو تراشیدی. من چه میدونم عزیزم. در صورت وقتی به این دوستم گفتم کجا، گفت والا من نمیدونم، من زیاد نمیدونم. گفتم آها همین که زیاد نمیدونید خوبه، میدونید که زیاد نمیدونید، میدونید که نمیدونید، بترسید، وحشت داشته باشید از روزی که فکر کنید میدونید و همه چی رو میدونید. حتما شما دوستانی دارید که میگه نه آقا دیگه ما اگه یاد بخواستیم بگیریم هر چی قرار بوده یاد بگیریم یاد گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی در مغز رو بستم، کلیدشم انداختم دور، حتی حالا خودم هم نمیتونم برم توش. هر چی قرار بوده یاد بگیریم، اولا چه قراری؟ کی قرار گذاشته بوده که وقتی من شد 40 سالم اینترنت و اینها بیاد؟ 48-50 شروع کنیم ما از استفاده کنیم، 60 امروز اگه این تلفن باهات نباشه راه نمیری، نفست بند میاد، اصلا امکان نداره، دور میزنی بر میگردی. اون موقع کیف پولید مونده بود تو خونه میگفتی ولش که من را خرج نمیکنم بر میگردم، ولی الان اگه تلفنت مونده باشه دور میزنی بر میگردی ورش میداری. کی گفته بوده؟ اگر قرار بوده ما یاد بگیریم یاد گرفتم. در هر صورت نکنید این کارو. بگید و دو سه تا. اولا بله آقای حسن ارشاد برنامه امروزشون سند 4، اولا ایشون 107 تا برنامه توی تلویزیون مردم اجرا کرده، بهش خسته نباشید میگم، یکی از بی درد سرترین مشتری های ما هم هست. درست روز پنجشنبه ویدیوش میفرسته، گاهی وقتها این ویدیو اشکال داره، من براش میگم آقا ویدیو اشکال داره، میگه چشم دوباره میذارم. و به نظر میاد جوانتر از من هست، ایشون قاضی بوده یا رفته درس قضاوت خونده ول کرده، الان کار آزاد کتاب فروشی و مغازه داره، مغازه موفقی هم داره و ما هم خوشحالیم. هر ایرانی که موفق باشه چه توی ایران چه توی خارج ما خوشحالیم. چرا؟ یه دوستی برای من نشون داد آقای سوربی من میتونم از شما یه خواهشی بکنم. گفتم شما میتونی هر خواهشی میخوای بکنی.
خواهش رو بگم ببینم من میتونم انجام بدم یا نه. آقا شما میتونید 200 دلار من بدی تو یه ماه دیگه؟ میگم عزیز من اگر اینجا بشینم از صبح هر کسی که میگه یه دلار به من بده بدم، شب باید 1000 دلار داشته باشم بدم. آخه فکر کنید این از کجا بیاره؟ والا بلا اگر قرار بود دلار روی برگهای درخت ها هم باشه، الان پاییز برگها ریخته، خب شاید برم حالا جارو کنم، پارو کنم، بیارم یه سری بدم. میگم عزیز من شما بار رو صفحه فیسبوک بنویسی، بعدم شمایی که جوونی که تو ایران بودی، من از تو تهران برات یه کسی پیدا کردم تو گنبد کابوس، شما رو فرستاده جراحی، مخارج تو داده، دوباره گفتی پول میخوام، گفتم آقا اینجا که خمره رنگی نیست هی بیای بزنی بری، حالا میگی 200 دلار بده من آخر ماه بهت میدم. شما این چند ماهی که آمدی توی ترکیه توی کشور خارج بودی، آیا به فکر این تلویزیون بودی یه دلار به ما بدی؟ آیا به فکر یه نفر بودی یه دلار کمکش کنی؟ و اگر هی به شما پول بدن، باور کنید شما دیگه نمیرید دنبال کار. آقا بنده دبیر هنرستان رسیدم آلمان، دیدم این پولی که ما آوردیم اصلا به جایی نمیرسه. مارک تازه الان اون موقع دلار 60 تومن بود، مارک مثل که 90 خورده بود. به این دوست به اون دوست گفتم آقا کار، آقا دانشجوها اینجا اجازه دارن برن آشغال جمع کنن، یعنی با ماشینای آشغالی برن تو خیابونا و اینا. گفتیم خب ما میریم. گفت که صبح ساعت 4، گفتیم نه آقا ما از یه شهر دیگه بلند شیم ساعت 4 بیایم اینجا، بعدا بریم آشغال جمع کنیم، حالا کار دیگه ای سراغ نداره. گفت چرا، یه کاری هم هست اینجا چون کشور شراب و اینها هست، انگورچینی. ما هم گفتیم باشه. ساعت چند میدن؟ آقا ساعت 1 مارک و نیم. 8 ساعت تو سرما وای میسادیم با این سیمچینا، با این قیچیا انگور میچیدیم، میریختیم تو این سطل، میذاشتیم پشتمون، میرفتیم پهلو اون تراکتور، ساعت 1 مارک و نیم. روز اولی هم که رفته بودیم ما فکر کردیم حالا میریم اونجا این مزرعه نونی بهمون میده، یه پنیری بهمون میده، یا تو آلمان یه سوسیسی به آدم میدن. دیدیم نه خیر، هر کسی خوراک خودش آورده. و من هیچ وقت یادم نمیره دوستانی که میگن این آلمانیان نژاد پرستن، یه آلمانی به من گفت نهار آوردی؟ سبونم بلد نبودیم که. گفتیم نه. این چیزو باز کرد، یه نفسه از خوراکش داد به ما، گفت فردا بیا. گفتیم چشم. ساعت 1 مارک و نیم. آقا ترکیه وضعش بد، یونان وضعش بد، کار برای خارجی ها نیست ولی هست، بری جای ایرانی. بعدم غور نزنید من چون اجازه نداشتم این از من سوء استفاده کرد، به من مالیات نداد. خب اگه بخواد به تو مالیات بده، خب میری یک کسی رو میاره که کار اجازه داشته باشه. اصلا نمیتونه اگه به شما مالیات بده، باید حکم کارت هم داشته باشه، شماره نمیدونم سوشال سکیوریتی یا شماره ملی و اینا داشته باشه بماند. حالا هیچ صحبت ها چیز میشه. آقای حسن ارشاد امروز ساعت 4 که برنامه داره، برنامه 107 راجع به سند 4 مبنی بر هدف اصلی تشکیلات بهایی که چیزی نیست بجز رسیدن به سلطنت در ایران. ایشون نشته سلطنت، منظورتون حکومته؟ یا آهان بذارید من این دوستان آمدن روی فیسبوک، روی صفحه فیسبوک خودم هم بذارم. ضمناً امیدوارم که آقای محبی هم تونسته باشه بیاد تا ما این رو برای ایشون هم برای رادیو مادر هم درست کنیم و دوستانشون بتونن از روی فیسبوک استفاده کنن. Share now with public. ببینیم میشه چیزی. حالا میریم روی فیسبوک. آها خب حالا که روی فیسبوک هستیم دوستان، بیاین ما این مشکل دوستمون رو براشون نوشتم، اگر متوجه نشده باشن حالا اینجوری به اصطلاح حل کنیم. از اینجا تا به اینجا خیلی راهه. ما میام اینجا کامرای 2. بله دوستان، این دستگاهی که من استفاده میکنم یه نفره 100 تا مانیتور داره و جای 14-15 نفر توی استودیوهای بزرگ کار میکنه، آدیو ویدیو میکس داره. من نماینده فروشش توی ویرجینیا توی آمریکا هستم. آمریکایی‌ها هستن جاهای دیگه. حالا شما اگه میخوای بری از اونا بخری، این قیمتش اولا خیلی مشخصه، میگه اگه کوچیکترش بخوای 200 دلار، بزرگترش بخوای 500 دلار، بزرگش بخوای 1000 دلار. اینی که ما داریم 1000 دلاره، من میتونم یه تخفیفی برای شما بگیرم. اگه از من بخرید یه پولی هم به ما میدن. هنوز منتظر تلویزیون تی وی باکس ایرانیان IPTV هستم که اون رو هم به شما معرفی کنیم انشالله شب کریسمس و اینها برای دوستان
فامیل بخرید، به عنوان کادو بهشون بدید، هم اینکه ما هم یک سودی ببریم این وسط تا بتونیم این سکوی ارتباط رو باز نگه داریم. اینم به همین سادگی. و اما ماجرای ماه آذر، فوری 16 آذر تداعی میشه تو مغز ماها که جوان بودیم، اون ماجرای روز دانشجو، اون موقع روز دانشجو نبود، اون شنیده بودیم که دوره شاه زمانی که گویا نیکسون میاد ایران، حالا ماجراش درست نمیدونم نمیگم، ولی 3 تا دانشجو توی دانشگاه کشته میشن و بعد از انقلاب دیگه اینها رو به عنوان روز دانشجو قرار دادن. حالا شما اینو داشته باشید، فقط برای این که من به شما بگم که این رضا پهلوی چقدر نادانه، چقدر احمقه، آمده برای روز 16 آذر نمیدونم یه اطلاعیه داده روز همبستگی ملت با دانشجو. آقا تو اول اگه میخوای کاری بکنی بیا بگو که من نمیدونم اون روز چه اتفاقی افتاده، بابای من زده اینا رو کشته. وقتی میگم بابا، ممکن ساواک کشته باشه، ممکن ارتش کشته باشه، ولی بابای شما مسئول بوده. مثل امروز که هر کسی توی زندان توی خیابون شکنجه میکنه، ماشین میزنه به یوم، میکشه مردم و آخوندا چیزن مسئولن و مخصوصا همون بالاییش آقای خامنه ای مسئوله. اون موقع پدر شما مسئول بوده. و این چرا بود؟ برای که اینا دیکتاتور بودن، برای که شاه اگه پادشاهی کرده بود قانون مشروطه رو زیر پاش نگذاشته بود، هر کی یه طوری میشد نمیگفت شاه، میگفت آقا شاه که مسئول نیست. مثل این خانم پیرزنه چیه که اون روز جشن گرفته بود که این فیدل کاسترو مرد، من الان از همه بیشتر سابقه دارم. شوخی میکنم، جشن نگرفته. عمه کوین، کوین انگلند، شما کسی دیدی فوش بده به خاطر اقتصاد انگلستان به این عمه کوین؟ کسی دیدید فوش بده اگه افتاد تو دست انداز به این عمه کوین؟ ولی چرا فوش میدن به اونا؟ برای که دیکتاتورن. صدام حسین توی اون، نمیدونم بشار اسد توی اون کشور، قذافی توی اون کشور، آیت الله خامنه ای خمینی توی این کشور، آقای شاه هم توی ایران. آقای رضا پهلوی، شما که میای میگی مصدق مرد بزرگی بوده، فلان بوده و اینها، یک بار بیا بگو آقا پدر من اشتباه کرد، مصدق باید همه کاره می بود. بعدم بگو بله مصدق هم اشتباه کرد، غیر قانونی نمیدونم مجلس و فلان کرد و اینها. تکلیفتو معلوم کن که این بیچاره بدبخت خدا زده امید دانا از ایران بلند شده به یه امیدی اومده سوئد، راست و دروغ حالا پناهنده شده، اونی که دنبال شما راه افتاده، بوگند پشت شما خفش کرده، امروز اونم تکلیفشو بدونه. اتفاقاً از یکی از دوستان خواهش کردم اگه میخواد بیاد مهمون ما باشه. بله، این دوستمون نوشته که خانم زرقان، خانم زرقان من با فیسبوک هیچ چت یا تلفن و اینها رو قبول نمی کنم. ما اینجا با تلفن داریم 202-695-2573، با اون تماس بگیرید، زنگ بزنید و پیام بذارید. برگردم باز به این کمرای تو یا کمرای دو، از کجا رفتیم کجا. نگاه کنید دوستان، اولا وقتی میاین توی هم این صفحه هم هر صفحه دیگه، من اینو بیارمش برای بالا، این بالای صفحه، حالا یک کمی دیگه هم میخواین یه چیزی هست بذارید، خدایا چی کار کنیم، ما خیلی کارها نمیرسیم. ببینید اینو من بهتون نشون بدم، نگاه، اگه تمام این صفحه رو من اینجوری بهتون نشون بدم، بله، بالای صفحه اینجا که میان یه چیزی هست بغل این آدرس، یه چیزی هست مثل یک پیکانی، مثل یک تیری، مثل یک نیزه‌ای که چرخیده باشه، در جهت عقربه ساعت هم هست و هر کسی اینو گذاشته بهش میگن ریفرش، یعنی تازه کردن، بروز کردن، خیلی هم کار جالبی انجام داده. میگه اینو که شما بزنی میارتت با وقت الان، با ساعت الان، که ببینی سوربی چی گذاشته یا دیگرون. این یکیش. یکی دیگرش فکر کنم F5، F کلمه به اصطلاح حرف انگلیسی، 5 هم عدد 5 روی کیبوردتون هست، اونم یه چیز دیگه هست که میزنید صفحتون فرش میشه. حالا هر کدومتون که راحت ترین، بعضیا با ماوس راحت ترن، بعضیا با چی؟ با کیبورد. خب حالا من میخوام شما رو بیارم اینجا و یک درس کوچولو با هم دیگه از چیزایی که من از دیگران یاد گرفتم به شما یاد بدم. اگر میدونید
خب خدا بگم چی کارتون کنه که تا امروز شما یاد ما ندادی. اگر نمیدونید یاد گرفتید به دیگران هم یاد بدید. ببین چقدر ساده مشکل حل میشه. اوکی. میان شما اینجا این برنامه که زنده است، این اولی که میبینید، اگر رو این کلیک کنید شروع میکنه یه آقای خوشتیپ خوش صحبت میاد صحبت میکنه. ولی میان اینجا، اینجا ببین نوشته این همه از خودمون بد گفتیم، امروز کمی از خوبیهاش بگیم. منظورم فرهنگ خودمون. ای می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دلی دل آمی چند. یعنی وجدان و شرف و اینا رو نذار زیر پا فقط برای که چند تا از دوستات خوشحال بشن. و این چقدر واقعا درس بزرگیه. من این سفر رو براتون بزرگتر میکنم، امیدوارم که حالا بشه نشون بدید. بعد میایم پایین. ببینید دوستان، زیر اینها یه چیزایی هست، یه چیزایی نوشتن. دوست داشتید این ماوستون رو ببرید. مثلا اینجا نوشته آقای امیر حسین نوربخش، محمد صالحی بختیاری. بزنید ببینید اینا کیان، شاید بشناسشون، هم کلاس باشید. اینجا یه چیزایی نوشتن، الحمدلله کامنت کسی نمیذاره، فقط همون لایک میزنن. اب نداره. هر دلیلی دارن گفتم ما نمیپرسیم. چون به یه کسی میگیم آقا چرا این کارو نمیکنی؟ بله پسرم من نوشته خیلی مخلصیم، انشالله روز به روز سلامتتر و شادتر باشی. ما براش نوشتیم ما بیشتر مخلصیم و الی آخر. ببینید دوستان، اگر شما میایین اینجا، من میخوام دنبال یه جایی بگردم که این کامنت ها رو فیسبوک قایم کرده، من ور نمیدارم دوستان. من مال دشمن، مال مخالف رو ور نمیدارم. مرض دارم مال موافقا رو بردارم. نگاه کنید، بیان بریم توی مردم تیوی. این صفحه خودم بود. ممنونم خانم نیر، اینجا نوشته بود که من توی صحبتام همیشه میگم که به قول سوربی. ببینید من از اون صفحه اومدم این صفحه، پدر سوخته شکلش فریمش عوض شد. چرا؟ اون صفحه صفحه شخصیه، این یکی صفحه بیزینس. اوکی. این عکسو انداخته کنار، اون عکسو گذاشته اون زی. بماند تلویزیون مردم اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی هست به گواهی مدارکی که وجود داره. دسامبر 2013 موقعی که هیچ تلویزیون ایرانی فکر اینترنت نمی‌کرد، منی که از همه اینها از لحاظ تکنیکی کمتر بلد بودم، فهمیدم که قدم بعدی اینترنته. آمدم روی تلویزیون اینترنتی مردم تیوی، درست کردیم به نام خودمونه و الی آخر. حالا میایم پایین. این من چون صفحه خودم هست اینجوری میبینم، ولی شما که ویزیتور هستید شما اینجوری میبینید. اونجا که بود میگو از اینجا اینجوری به نظر میرسه. ببینید وقتی میایم پایین، این مینیسه که یه دونه یه نفر کامنت گذاشته. ببینید امیر احمدی خانم یا آقای محترم پیام گذاشته ولی پیدا نیست. من هستم که باید جستجوگر باشم، این ماوسم رو این ورانور ببرم. از شیرزاد جلیلی تشکر کنم، یه نفر دیگه اینجا هست نمیدونم کیه، همین آقای امیر احمدی تشکر کنم، بعد بیام ببینم سه نفر شیر کردن، ازشون ممنون باشم. یکیش سمه، یکیش خودمم، یکیش شیرزاد. ببینید اینا رو قایم میکنن اونا برای چی؟ برای که بتونن توی صفحه سه تا چهار تا چی یاد ما بدن. و من هنوز در عجبم. تمام کامپیوترها مثل خود ما که تو آمریکا چاق شدیم، صفحه های مانیتور چاق و پهن شدن، ولی اینا چرا این دو طرفش رو باز و ولنگ میذارن و ما هی باید بریم بالا هی باید بیان پایین. اون وقتا هم گفتن علی ورجقک، ماها همه شدیم علی ورجقک، هی برو بالا هی بیا پایین. اوکی. ببینید حالا اینجا من میزنم کامنت، شما کلیک میکنید اون چیزی رو که من اینجا رو این صفحه فوری اون موقع خوندم. الان فیسبوک نه من قایمشم نکرده. خانم آقا مگه شما یه صفحه کاغذ که مینویسی صفحه دوم که میاد، بذارید من اینجوری نشونتون بدم. من این صفحه رو مینویسم میام تا پایین، صفحه دوم که میاد مگه اون صفحه اولی رو نمی کنم زیر این صفحه شروع میکنم روی این مینسم؟ فیسبوک به همین سادگی داره عمل میکنه. حالا بیچاره تازه اینجا هم زیر این مینسم آقا یه صفحه اون زیره ها، خانم یه صفحه اون زیره ها. شما هستی که باید چکار کنی؟ جستجو کنی، پیداش کنی. باز برگردیم به این صفحه. بله میایین اینجا اینو پیداش میکنی. حالا اینجا که اومدی آقای امیر احمدی
که لطف کرده. این آقای امیرعملی هم دوست خودمونه. آخه این دوستانم بره، خیلی ممنون گفته صدا. ببینید من میزنم ازش تشکر میکنم. حالا بعد که این برنامه از حالت زنده تموم شد، من میتونم اینجا حتی پیغام بدم براتون. یه نمونه دیگه بیارم، بیاین پایین تر، بیاین 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 بیاین. آه بذارید من بابرم تو صفحه پست ها. آها یه چیز دیگه بهتون بگم، خدایا من چقدر به شما یاد بدم. والله اگه معلم خصوصی شده بودم الان روزی $1000 میساختم برای اون دوستونم، $200 میفرستادم. دوستان اگر میرید توی صفحه ها ببینید، این صفحه ها به غیر از لایک، مسیج، شیر، نمیدونم اینا چیزای دیگه گذاشت. بذار بیام بالا، زبونمون خوش شد، زبون ما مو در آورد میگفتن ها. ببینید اینجا به غیر از این آپشن یا حق امتیازایی که یا امتیازاتی که برای شما گذاشته، بعد نوشته مور، یعنی بیشتر، سیو کنید، نگه دارید، سجست، ادیت. مثلا برای من بنویسید سوربی، اگه این مردم تیوی رو بالا بنویسی اونو پایین بنویسی بهتره. سجست یعنی پیشنهاد. کرییت ا پیج، یه پیج درست کنید. بلاگ پیج، فلان پیج رو بلاگ کنید. ریپورت پیج، من این ریپورت پیج رو خیلی استفاده میکنم. اینا که عکس رستم رو زدن بعد زیرش هم اسم خودش هم نوشته رستم ایرانی، فوری به فیسبوک میگم آقا این قلابیه. این فیسبوک نیست که، این فیک بوکه، یعنی صفحه قلابی، بوک قلابی. در هر صورت برگردیم به جای خودم، اینو میخواستم بگم. ببینید دوستان وقتی میایین توی صفحه ما، میرید توی هوم، یعنی مین پیج ما. اگه میخواین پست ها یا چیزایی رو که ما نصب کردیم ببینید، میبینید این سمت چپ، میبینید میایین اینجا، این عوض میشه. اگه میخواین اونایی که لمدونم لایک زدن ببینید، میای اینجا، که این آمارا هم بجز دیوونه کردن ما کاری انجام نمیده. بله 8780 نفر شما میبینید، 8780 نفر روی این صفحه میانه میرن، 98 نفر الان دارن دربارش صحبت میکنن، 12 تا نیو پیج لایک، 12 نفر تازگی اومدن به ما پیوستن. بعد میگه 7.7% رفته پایین. خب روز جمعه است، ملت لابد تو ایران نیستن، تعطیلن. بعد اینجا نوشته about، توی صفحه‌ای که میرید ببینید که اون صاحبش چی نوشته راجع به خودش. نه مثل این تیمور لنگ احمق 8 صفحه برای خودش نوشته نمیدونم ننم از بابام جدا شد، بعد ننم رفت برام شغل پیدا کرد، حالا خدا میدونه چی کار کرده برای شغل پیدا کرده، بعد من بی عرضه بودم کردنم بیرون، بعد فرستادنم سوئد، بعد اونجا بی عرضه بودم اومدم نمیدونم فلوریدا، بعد اونجا کلاه برداری سر این و اون گذاشتم، بعد اومدم ویرجینیا. اینجوری نه آقا، این سوربی کیه؟ خودش یه چیزایی مینویسه یا دیگران نوشتن. من نوشتم آقا این تلویزیون مردم، چون این مال مردمه، نوشتم در تلویزیون مردم با... ببینید اینا رو ببینید، نیم ساعت ربع ساعت میتونید بخونید آشنا بشید. در تلویزیون مردم باور بر این است که جنگ و کشت و کشتار به جایی نمیرسد و دنیا را بدتر از امروز خواهد کرد. تلاش ما بر این است که قدم به قدم با آموزش و آگاهی به دموکراسی و آزادی بیان برسیم. اگر شما هم با ما هم عقیده هستید، لطفاً تلویزیون مردم را مالی و معنوی حمایت کنید. منتظر حمایت‌های شما هستیم. وبسایتمون هم گذاشتیم، شما از اینجا میتونید برید تو وبسایت. ولی حالا برو توی صفحه‌های دیگران ببین آقا معلوم نیست اصلا کیه کی نیست. اون وقت 70000 تا 100000 تا 80000 تا 2 میلیون هم چیز داره. چرا؟ برای که 4 تا خبر از این برانور میاره میذاره، 4 تا عکس کونه گنده ای نمیدونم جنیفر لوپز میذاره. اون وقت من و شما هم میریم اونجا مینسیم لایک فالو، بعد همه کامپیوترمون اونها بهش اکسس پیدا میکنن. بمانه میام اینجا، اینجا که اومدیم اینو بهتون گفتم. ببینید این آمار ارقام من نمیدونم، اینجا نوشته 12 نفر چشمم گذاشته دارن نگاه میکنن، ولی این زیر نوشته 154 تا آدم اومدن رسیدن به اینجا. لابد تا اومدن دیدن من هستم گفتن بابا این داره مزخرف میگه، بذار بریم یه جایی ببینیم آقا رضا چی میگه، کی میخواد بره ایران، بریم کوچلوارمون اینها رو از خوششویی بگیریم. خب این چیزی بود که من به این دوستم قول دادم چی کنم، به اصطلاح این چیزی رو که یاد گرفتم خودم منتقل کنم. دوستان بخیل نباشید در یاد دادن به دیگران، نترسید. البته خدایش بگم تو این جامعه ما بعضی وقتا یه چیزی رو که به یه کسی یاد میدی بعد بر میگرده میخواد بر علیه استفاده سو استفاده کنه. ولی اگر شما
همین آدمی باشید که من بهتون میگم هر روز یاد میگیرید نمیترسید. اونی که اومده از شما یاد گرفته رفته اونور مغازه زده شما رو نمیشناسه، که شما یه آدم پوینده هستی، هر روز میری دنبالش میگردی، ایستا نیستی، پویا هستی و از اون جلو میفتی. نترسید، به دیگران یاد بدید. شاید ما چون معلم بودیم، دبیر بودیم، این عشق یاد دادن در وجودمون هست. و اما حوصله دارید درباره تخفیف و تعطیلات و اینها صحبت کنیم؟ من ببرمتون یه تبلیغ این دوستان، این صفحه اینا رو من خیلی دوست داشتم واقعا، حالا نمیدونم چون ماشینم رو توش فروختم اینقدر خوشم میاد از اینا یا چی. ببینید بچه‌های محله ویرجینیا، بچه‌های محله توی پرانتز ویرجینیا مریلند واشنگتن، ببینید ما اومدیم اینجا داریم تا اونا بهمون اجازه میدن ما هم استفاده میکنیم. من سوء استفاده نمیکنم، سوء استفاده اینیه که من آقای یزدان خدابندلو ویدیوشو گذاشته باشه رو صفحهش، نوشته باشه درباره نمیدونم آسیب شناسی فرهنگ، من زیرش بنویسم من میخوام موتورسیکلت بفروشم. ببخشید ای به قبر موتورسیکلت خودت و بابات. حالا یه دوست نوشتم آقا این کاری که شما میکنید غلطه، اشتباهه. بعد نوشته خب خودتون کامنت آزاد گذاشتی. گفتم اولا من نذاشتم، من امیدم اینه که فیسبوک هم مثل یوتیوب یه روز بذاره کامنت ها رو اپروف کنی، که اگه یه کسی هم وارد نیست. من نوشتم آقا پدرم فوت شده، پدر آقای پرچیزاده فکر کنم فوت شده، بهش تسلیت میگم، و من نوشتم پدرم فوت شده، بعد شما میای زیرش مینویسی که مادرت امشب داره عروسی میکنه. خب این خیلی بده دیگه، یعنی شما احمقی نمیفهمی. در هر صورت ما آمدیم اینجا، بچه های محله ویرجینیا و اینها امروز یه آگهی گذاشتم، خیلی کارشون درسته. من نمیدونم اینا فیسبوک این امکانات در اختیارشون گذاشته یا خودشون واردن برنامه ریختن، ولی هرچی ببینید اگه بخواید یه چیزی رو بفروشید، اگه بخواید در یه موردی صحبت کنید، اگه بخواید نظر خواهی کنید، پول این نظر خواهیه، که همینه که هیلری بدبخت ورشکست کرد. بعد ببینید باز اینجا هم نوشته مور، میتونید عکس بذارید، ویدیو بذارید، میتونید فایل بذارید، میتونید اینا رو بچرخونید، نترسید. یه جوکی بود میگفت بچرخون غریبی، شنیدید حتما. بیایم اینجا ما راجع به این 50% تخفیف صحبت کنیم و ببینیم که این آقای سوربی از تلویزیون مردم چه حراجی گذاشته که گوش دنیا رو کر کرده. نوشتم که 3 دلار. تجربه خوبی که از این صفحه داشتم دلیلی شده، ببین همون بالا یعنی تشکر کردم، دلیلی شده من نمی‌نویسم پیروز باشید، قربان شما، چشمم فدای شما باشد، خاک شما رو سر من، نه آقا. اون چیزی که اتفاق افتاده، آقا من تجربه خوبی داشتم، هم از ایشون تشکر کردم، هم از آقای بیژن جعفری تشکر کردم، هم آگهی آقای بیژن جعفری رو به خاطر اینکه به من گفت این ماشینه رو من چون به شما گفتم انقدر خریدم ولی اشکال داره و نمیخوام نگوشیت کنم، یعنی چونه بزنم، گفتم خب ما هم به شما حال میدیم، برایش هم آگهیش میذارم. پس شد چی؟ تجربه خوبی که از این صفحه داشتم دلیلی شده که هر روز به اینجا سر بزنم. امیدوارم این دوستان این صفحه را به همین صورت نگه دارن و ادامه بدهن. من و شما هم حمایت کنیم که این سکوی ارتباطی باز بماند. لطف کنید از تلویزیون مردم دیدن کنید. شما می توانید با هزینه بسیار ناچیز، اشتباه نوشتم ناچیز، خدمات و سرویس های خود را تبلیغ کنید. فیلم های مورد نظر را از مردم تیوی پخش کنید. یک تماس از شما بقیه کارها از تلویزیون مردم. تلویزیون مردم اولین تیوی ایرانی است که با اینترنت آغاز شد، امروز از سایت های مختلف و تیوی باکس های گوناگون قابل تماشاست. اینم قبل قابل نوشتم قبل. ببینید وقتی خودمون حتی نوشته های خودمون رو بخونیم اشتباهاتون رو میفهمیم، اینه که وقتی هم تازه ما مینویسیم بعد میدن به یک کسی ادیتور، اون دوست معلم بخونه غلطاتو بگیره. بعد هم نوشتیم قابل تماشاست، تلویزیون مردم از مردم با مردم و برای مردم بوده است و بوده و هست و خواهد بود. یادم رفت پتیک بنویسم و با حمایت مردم. چشم می‌نویسیم. تلفن و تکسمون هست 202-695-2573. ایمیلمون هست USA که آمریکاست نقطه، یعنی وایس تون نر میفتی تو آب. سوربی هم که منم @gmail.com.
دیگه بهترینه که یادت میمونه. اگر مغزت پر شده دو تا کلمه رو یاد نمیگیری، از اینم برات ساده ترش کردم، info@mardomtv.com با ما تماس بگیر. نرخ برنامه ها رو از سال 2006 تا ما تا الان ما همینه که اون بیژن اونم بیژن بود، بیژن هلند بود این دوستمون، برای ما درست کرده، ما گذاشتیم. یه دلیلش هم که عوضش نکردیم این بود که نه بلد بودم این سفر رو عوض کنم، بعدم که بلد شدم حوصله‌ام نشد، بعدم گفتم ای قربونت برم. ما اینو نوشتیم به این ارزونی، تازه هم نوشتیم بابا ما اینجا حقوق نمیخوام، به این پول احتیاج نداریم، فقط شما که میای سوار این اتوبوس میشی، سوار راننده خوب میبرته، آب یخ و نوشابه بهت میدن، بابا پول بنزین پول بلیط شو حداقل بده. نمیگیم اتوبوسو بخر، نمیگیم 4 تا بلیط. البته بهتون گفتم، به یه نفر وقتی گفتم اونم بازرنگی بچه مشهد بود دیگه، گفت که آقا حالا شما منو سوار کن، تو راه که میریم یه دو نفر دیگه هم سوار میکنیم، من از اونها پول میگیرم، پول بنزین تو رو میدم. حالا برای که این مشهدی با یه مشهدی دیگه ممکنه اشتباه نشه، این آقای محسن نادری نژاد اصلا من مونده بودم که به این دوستم که سالهاست میشناسم، یه بار توی بالتیمور ملاقاتش کردم ولی اون موقع اون من نمیشناخت و اینها، چی بگم براش خوب توضیح دادم. گفتم ببین آقا، شما میگی تلویزیون پارس هفته $1000 میخوای بدی، بهت یه ساعت برنامه نمیده چون میترسه از دوستاش ایراد بگیری و فراری بشه. ما میگیم آقا اینجا بیا از خودم هم ایراد بگی، ولی به همه حساب میکنیم ساعت $50، تو که کارت اینه و میخوای شروع کنی فعلا با نصف قیمت $25، چون ویدیو میفرسی به همه حساب میکنیم $20، شما که این کار هستی برنامه‌ت هم خودم دوست دارم، 50% ساعتی $10 بده، 7 روز 7 تا $10 میشه $70، $20 تخفیف، بازم $50 بده. فکر میکنی چه کار کرد؟ که آقا نمیدونم چرا مردم زنگ نمیزنن. گفتم مردم باید به شما زنگ بزنن؟ شما تو برنامهات گفتی اگه کسی میخواد آگهی بذاره زنگ بزنن؟ گفت نه دیگه خودشون باید بدونن. گفتم تو برنامهات گفتی حمایت میخواد؟ گفت نه دیگه خودشون باید بدونن. و معمولا همشون هم اینجوری میگن، اگر طرف شعور داشته باشه خودش میفهمه. اون ضرب المثلی هست که با آر اشاره بی آر مناره. میگم نه آقا، شما این یه ضرب المثل یاد گرفتی، دو تای دیگه‌ش هم اینه، تا نگریت طفل کی نوشد لبن. بیننده تلویزیون از مادر تو که دلسوزتر نیست، ولی تا گریه نکردی مادرت شیر نیاورد بهت بده. اگر من روز چهارشنبه التماس که نمیگیم خواهش نکرده بودم، اون دوستمون توی بستر بیماری به من زنگ نمیزنه بگه آقا من میخواستم کمک کنم مریض شدم. من یاداوریش میکنم. شما نگاه کنید، شما فکر میکنید مکدونالد احتیاج به تبلیغ داره؟ بله احتیاج داره. چرا احتیاج نداره؟ برای که من و شما بچه‌هامو تو خونه نهار میخوردن، میریم بیرون بعد میگه ای دد اینجا نمیدونم امروز این اسباب بازی‌ها رو میده با خوراک. گشنش نیستا، ولی تبلیغ گشنش کرده. این ماجرای 50%. اولا امروز این رنگا رو گذاشتم این پشت، میگفت رنگا چی بود اینایی که می اومدن نشون میدادن توی چیزی نگاه میکردی، یه لنز یه عدسی اینقدی گذاشتن 4 تا تصویر بیچاره، اما امکاناتشون دیگه شهر فرنگ بهش میگفتن، تازه به اون میگفتن شهر فرنگ، 4 تا عکس هنرپیشه و جای خوشگل گذاشتن، یه قرون میدادیم می نشستیم بعد وقتا هم کلک میزدیم، یه چشمم اون ما یه چشمم اون دوست رو نگاه میکرد، اینم میچرخوند اینا. حالا ما هم شدیم شهر فرنگ از همه رنگه. و امروز میخوایم یک چند نفر دیروز زنگ زدن گفتن آقا برنامه چهارشنبه خیلی عالی بود. اولا شما اخبار مخبار نمیگی، چون ما هممون زودتر از خودت اخبار خوندیم و دیدیم و ناراحت شدیم و نگران شدیم و دلشورمون اضافه شده. این یک. دوما آمدی و گفتی آقا مردیم از بس سیاسی حرف زدیم، بیا آقا برو اون دستگاه رو بخر بشین آواز بخون. مگه اولا اینجوری نبودیم؟ غربت باعث شده بود یکی موزیک میزد، یکی من یادمه تو آلمان من رفتم یه دستگاه دو کاسته خریدم 200 مارک، همون آلمانی که ساعت 1.5 مارک ما کار میکردیم دستامون خون میمد، 200 مارک شادم 240 مارک دادم، یک شارپ یک رادیو ضبطی خریدم که بله آقای بختیاری خدا رحمتش کنه
نوار می آورد بود از ایران، ما میذاریم تو این برای خودم و برای آقای صدیقی و برای اون و اون کپی کنم، حالا چه کیفیت میشه. ولی هممون هم میذاشتیم گوش میدادیم، یا آبجوی هم میخوردیم. بعد یه دفعه همه شدیم سیاسی. آقا کی شدید سیاسی؟ قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟ اگر قبل از انقلاب سیاسی بودید که امتحانتون رو پس دادید، خراب کردید. اگر بعد از انقلاب سیاسی شدی، شما دلیلی هستید که میگی دوره شاه آزادی نبود، من سیاسی نشدم، دوره اینا آزادی، من سیاسی شدم. حالا من آب پاکی رو بریزم روی دستتون، یک قلپم خودم بخورم. اصلا هیچ کدوم از من و شما سیاسی نیستی، بلد نیستی، درسشو نخوندی. آقا شما این از امیر انتظام که بالاتر نیستی، از کوروش زعیم که بالاتر نیستی، از آقای نوریزاد که بالاتر نیستی، افتخار اینا چیه؟ امیر انتظام دیگه الان در بستر مرگ، اینجا بهش میگن هاسپس، مثل که میده دیگه خونه، باش تا بیان ویزا تو صادر کن. آقای نوریزاد من یکی دو بار باش مصاحبه کردم، شاید دو بار سه بار، بعد فهمیدم این تنها تلاشی که داره میکنه برای اینه که چیزاشو آزاد کنن. گفت یه چیزایی رو از خونه من بردن، بعدم زن و بچه من ممنوع الخروج شدن. پس شما فقط میخواین چیزای خودتو بگیری و ممنوع الخروجیت آزاد بلنش بیا بیرون؟ اینم سیاسی ما. حالا آقای کوروش زعیم هی میره زندان هی میاد بیرون. آقای نمیدونم رئیس دفتری چی بود اسمش، هی میرن زندان هی میان بیرون. خب اگه زندان رفتن و آمدن بیرون افتخاره، شما سیاسی هم که با این چاق و کشا و اینا میکنن زندان، خب اونم که میاد بیرون باید افتخار کنه. آقا اون وقتا اگه یکی رفت تو زندان قایم میکرد که کسی نفهمه. حالا درسته اون کار خطایی کرده بود، ولی والا بلا شما هم باید قایم کنید کسی نفهمه. چرا؟ انقدر خل بودید، انقدر نادان بودید، انقدر ناآگاه بودید که یه آخوند بی سواد شما رو دستگیر کرده. بیاین صحبت کنید اگر غیر از چیزی که من میگم. شما اگر آگاه بودید، دانش داشتید، نمیذاشتید دستگیرتون کنن. دو نفر رو میکشتید تا دستگیر بشید، ده تاشون از بین میبردید. همینجور یل میاد عکسم میگیره، آقای چیه زندان اوین این ور، آزادی این ور، آقای حالو. خب اسم خوبی هم برای خودت گذاشتی، دارم میرم زندان. بعدم میره زندان، از زندانم برای ما شعر میفرسه. چه کار میکنه؟ کمک آخوندا، نشون میده که چه زندانیه. شعر میفرسه، نامه میفرسه، عکس میفرسه، ویدیو میفرسه. من و شما اینجا میخوام برای همدیگه نام بنویسیم، میترسیم از دوستامون، میترسیم از نمیدونم هوملند سکیوریتی، میترسیم. آقا میخوایم بگیم یه فیلم خیلی خوبه، بمب خندن، میترسیم. وقت اینا نشستن زندان، 194 صفحه، آقای گنجی بود چی بود اسمش، اکبر گنجی، منیفست یعنی اساسنامه نوشته. بعدم میاد اینجا $500,000 جایزه بهش میدن، ولی ما میخوایم $10 از دوستمون بگیریم، ویدیوشو نشون بدیم. 8 هفته که ویدیو میذاره، بعد میگه نه اگه میخوای پول بگیری نه دیگه. یا آقا من به شما گفتم 4 هفته. یه دوست دیگه ای آمد گفت آقا من اینجورم اونجورم. گفتم آقا من 100 تا اینجوری رو دیدم که فکر کرده تا میاد تو تلویزیون، از یادتونه بهتون گفتم تلویزیون رنگارنگ بودیم، داشت دوباره پول تبلیغ میکردیم، پول بدید بریم ایران. یه خانمی زنگ زد من، آقای سوربی من یه خبر خوب برات دارم، شما دیگه اصلا نمیخواد بگید که پول جمع کنیم برای ایران. گفتیم چه خوب، لابد باباش فوت شده. ببخشید نه چه خوب که باباش فوت شده، چه خوب لابد یه ارثی چیزی بهش رسیده، این به فکر تلویزیون بوده، میخواد 80,000 دلار 100,000 دلار بده، بگه آقا این پول یه سالش فعلا برید رو چی. گفتیم خب بگید ببینیم ما رو خوشحال کنیم. گفت نه باید بیام اونجا بهتون بگم. من یه خبریه که اصلا پشت تلفن امکان نداره بگید. بفرمایید. خودش و خواهرش تلق تلق آمدن، بعد نشستن صحبت کردن. من و آذر نمیدونم چی، یک متخصص گوش بود یک متخصص هوش بود، ما دوتا که میایم مردم انقدر برنامه هامون جذابه، انقدر بیننده زیاد میشه، دیگه شما احتیاج به پول نداری. به این دوستان میگم آقا شما حرف خودتو قبول داری؟ خانم شما حرف خودتو قبول داری؟ میگه بله. میگم شما بیا به من ساعت 500 دلار رو نده، 50% آف بده 50 دلار، هر چی میلیون ساختی برای خودت.
بعد میگیم نه حالا شادم نیاد. آقا دوستی آمده، قراری گذاشته، مداری گذاشته، هر چی تخفیف بوده از این ور اون ور گرفته، چهارشنبه تا ما گفتیم 50% آف، میگه که من برای شما یه سورپرایز دارم. سورپرایز گفتیم مژده، که یه کلمه بگی گفتیم به لابد این همه ما گفتیم ایام عید اینا هست و نمیدونم حالا بابا نوئل میخواد بیاد تو اینا، ایشون میخواد بهش بابا نوئل. ما میگه من این ما برات به جای مثال میزنم که نفهمیم کیه، مثلا به جای 200 دلار من 300 دلار میفرستم. گفتم چه خوب، به خاطر اینه که لابد کارهایی که میکنیم شما تشکر چیز میکنی، قدردانی میکنی، اینقدر وقت میذاریم بهت میگیم که چند نفر رو فیسبوک آمدن، چند نفر رو یوتیوب آمدن، اینجوری بوده و اینها. گفت نه آقا، من میخوام یک کمکی کنم به سازمانهایی که ایام عید پول جمع میکنن. من فکر کردم به جای مثلا 200 دلار به شما بدم 300 دلار برای این ماه و اون ماه. باور کنید من اصلا اینجا جوش آورده بودم، نتونستم حرف بزنم. وقتی خداحافظی کردیم قطع شد اینا، برای ایشون نوشتم آقا من و شما که تمام چونه هامون رو زدیم، سرویسی که من دارم به شما ارائه میدم بیش از 400 دلاره و بی انصاف، شما از خودت نگاه کن چند میدی، حالا میخوای از پول من کم کنی خیریه بدی؟ آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، تا الان مگه اینجا خانه تو نیست؟ من گفتم نه، ولی خوشم اومد. آقای دکتر افشار های درس خوبی به من داد، گفت آقای سوربی شما خودتو ارزون میفروشی، خودتو ارزون میفروشی، اونا هم هیچ چونه میزنن. اگه خودتو به قیمت درست بفروشی یا تلویزیون تو برنامه درست بفروشی، اونم جرئت نمیکنه. آقا طرف ساعت 300 دلار به این تلویزیونای لکنته که خودشون و فامیلشون بیشتر بینندش نیستن پول میدن، خوشحالم هستن. یک آقای مینویی اینجا که میخوان 50 دلار بدن، میگه آقا بیننده ای هم داریم. میگم آقا برو فیسبوک من رو نگاه کن، فیسبوک اونا رو هم نگاه کن، برو چی میگن یوتیوب ما رو نگاه کن، یوتیوب اونا رو نگاه کن، همش هم با نمبره. اونا نمیذارن چون آبروشون میره. ما شماره ده بره نمیشته، آقا 8000 اینقدر اینجا بودن، 200 تا اومدن نگاه کردن، فردا میشه 600 تا، فردا میشه 800 تا، همه رو هم براتون میفرستم. و شما میری اونجا میگی آره دیگه تو ایران هم پخش میشه، آخه شما میخوای بری ایران آزاد کنی؟ بدبختیم دیگه، قبول کنیم که بدبختیم. در هر صورت این روی صفحه گذاشتیم برای دوستان، برای شما هم هست. هر کسی دوستان در این ماه دسامبر این نرخا رو که میبینه 50% بهش آف میدیم، تخفیف ویژه میدیم. چی میگفتن توی آلمان؟ زون یه چیزی بود، نمیدونم حالا من چیکار آلمانی دارم. در هر صورت اگر نوشتیم برنامه زنده ساعتی 50 دلار مینیمم 2 ساعت، شما میتونی 2 ساعت بگیری، این میشه 100 دلار، بعد حالا مخصوصه میشه 50 دلار. اگه نوشتیم 25 دلار برای یوتیوب، 12 دلار نیم بده. اگه گفتیم 10 دلار برای فیسبوک، 5 دلار بده. اگه گفتیم هر روز که پخش میکنیم ساعتی 20 دلار، میشه 40 دلار 2 ساعت، به شما میدیم ساعتی 10 دلار، میشه 20 دلار. و یادتون باشه این چیزایی که تو ایران ما نداشتیم. تو ایران میگو حراجش کردم، دروغ میگفت، موقعی بود که خیار و ایناشون له شده بود میگو حراجش کردم. ولی اینجا یه جورایی، البته اینا من دیدم مثلا کوک وقتی که تاریخش داره نزدیک میشه، اینا رو 4 تاشو بهتون میده 10 دلار، 4 تا 6 تا 24 تا کوک بهتون میده 10 دلار، یعنی دونه 25 سنت، نه 25 سنت که 6 12 تاش میشه 3 دلار، ببخشید 12 دونه 25 سنت. چرا؟ برای که تاریخشو بردارید زیرش نگاه کنید، نوشته مثلا یه ماه دیگه باطل میشه، اینا رو باید بریزن دور، باید برای دور ریختنش خرج کنن. چیکار میکنه؟ میده به شما، یه پولم ازت میگیره ببرش خونه. شما که تاریخش نگاه نمیکنی، تازه این نگاه هم کنی میگی حالا آقا نوشته 2015، آخه کوک چی توش داره که فاسد بشه، حالا فعلا بخورم. اینم از چند تا چیز امروز یاد گرفتید خدا وکیلی.
همه رو اینا بلد بودید، خب چرا نیومدید به ما یاد بدید؟ مگه من 10 بار نمیگم اگه یه چیزی بلدین بیاین از این سوشال مدیا؟ راستی چند تا صفحه سوشال مدیای مختلف داریم؟ آها، و ما باز برگردیم به این 50% تخفیف. یه دور دوستی دارم علی آقا، این کارای مهندس ساختمان خوبه است، از شرکتی که کار میکرده، حالا دیگه بازخرید شده، بازنشسته شده، ولی نمیتونه تو خونه بشینی، خیلی هم پر انرژی. و اگر کارای ریمادلینگ و تعمیرات دارید با من تماس بگیرید تا شمارهشو بدم باهاشون صحبت کنید، بلکه ایشون یک کمیشنی هم به ما بده. خلاصه این برای من گاهی وقت تعریف میکنه، میگه آقا آمریکایی میرم خونهش، میگه که این چنه؟ میگم مثلا 5000 دلار. میگه که ساری ما 4000 دلار بودجه داریم. بعد من بهش میگم خب به جای این چوبو استفاده کن، به جای این استفاده کن، میشه 4000 دلار. بعد میگه خیلی ممنون. بعد میگه حالا میتونی تخفیفم بهم بدی؟ بهش میگم اگه این هفته قرار داده ببندی مثلا 200 دلارم به تخفیف میدم. خوشا خندو امضا میکنه، میده چکم میده که ما بریم وسیله بخریم بیان بریزیم تو خونش. گفت حالا چشمت روزه، بعد نبینه بریم خونه ایرانی. به ایرانیه میگم چقدر میخوای خرج کنی؟ میگه ایت دیپند، بستگی داره. میگم خب 100000 دلار میخوای خرج کنی برای این توالته؟ میگیم نه آقا، با 100000 دلار که من میرم کاخ سفید رو میسازم. میگم خب پس بودجه داری؟ بودجت چنه؟ بگو 5000 دلار من برای بگم اینجاشو مرمر کن، اینجاشو اینجوری کن، زیرش بخاری بذار، روش نور بذار. بگو 2000 دلار من میگم آقا اینا رو اینجوری بذار، فقط آب نره تو خونه همسایه. بودجمونو معین کنیم، به طرف تماس بگیریم، بگیم سوربی تو که 13 سال اینجا داری حق حق میکنی، من میخوام هفته 50 دلار خرج کنم، بهترین کار چیه؟ من یادت میدم، میگم ویدیو تو ضبط کن با این کیفیت، با این نور، با این صدا بفرست، ما برات پخش میکنیم. ماه اولم به جایی که ساعتی 20 دلار ازت بگیریم، ساعتی 10 دلار میگیریم تا راه بیفتی، اگر شما کسی هستی که میخوای از مردم حمایت بگیری. اگر نه، به بودجه خودت و جیب خودت بستگی داره، بازم ما 2 روز بهت تخفیف. ولی اینجوری نیست که. حالا این علی دوستم خیلی قشنگ خودشم خوش بیان صحبت میکنه، میگه آقا پدرمونو در میاره تا ما عین این که با شکنجه باید از زبون این بیاریم بیرون که این میخواد یک کار 20000 دلاری انجام بده و حاضرم نیست بالای 5000 دلار خرج کنه. گفت با همه اینا میگیم آقا مرگ توش، ما این جابو میگیریم برای روزایی که کارگرمون بیکار و فلان، اینها اقلا پول کارگر و اینا رو بدیم مشغول باشیم که اینا نرن برای کس. گفت میام شروع کنی کار کار میکنی، از که کارگران میرن ما میان نگاه میکنیم، میگیم همه چیز خوبه؟ میگن آره خوبه. ولی علی آقا تا اینجا هستی این چراغ رو عوض کن. میگم خب خانم آقا کارگرا رفتن، حالا من باید اینا رو نگه دارم بیرون، 3 تا 10 دلار ساعتی دارم بهشون پول میدم، 3 تا 15 دلار این روزا ساعت 10 دلار اسپانیش هم کار نمیکنه پول بدم، حالا خودم برم اینجا چراغ عوض کنم؟ خب قبلا میگفتی یا بذار برات فردا عوض کنم. میگه همین جوری چپ و راست کار اضافه میکنن، آخرش هم وقتی میخوان پول رو بدن میگن آقا اینجا ببین این دیواره رو که درست کردی، تو ما گفت سنگ مرمر، حالا درسته این سنگ مرمره ولی ما نمیخوام اینقدر پول بدیم. میگه اصلا من نمیفهمم. خب بگو آقا نمیخوام اینقدر پول بدم. دوباره هم تخفیف تو چکی که میدن، میگه حالا این چکرم که میدن با سلام و سلوات ما ببریم بانک دعا کنیم که چیز نداره. چند مدت پیش بودیم مغازه مشحسن، چکای دوستانی که رفتن نون، پنیر، خاربار خریدن 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار چک دادن به این آقا مشحسن، بقالی داره اینجا، بکنه تو هوانی روز کار میکرده، اومده بقالی و نونوایی داره. اینم وقتی چکشون برگشته عکس، یعنی چکه رو با اسمشون و اینا گذاشته اونجا. بعد یه نفر من گفت آقا این خیلی آدم بیچشون رویه. گفتم چرا؟ گفت که آقا برای 10 دلار آبرو طرف میبره. گفتم اون طرف آبرو داشته که اومده نون از این خریده، نون بربری خریده، رفته کوفت کرده، 10 دلار اینو نداده. بعدم اون بر میگرده اونجا، میاد میبینه یا یه بار داده و رفته، فکر کرده اینم جزء داده و رفتنی هاست، حساب نمیشه. اگه بر میگرده خودش داره میبینه، بگه آقا عذر میخوام، این 10 دلار
بانک شما اگه چک بذاری چک برگرده، والا اون وقتا 3 دلار بود، الان 20 دلار 30 دلار. یه چیز دیگه براتون بگم، نقل بانک ببینید همینجوری نوشتن. خب اولا اینجا نوشتم کلک هایی که هر روز از فیسبوک و اینها یاد میگیریم، اینا رو نمیشه اسمش هم کلک بذاریم. حالا اینا بعضی هم میگن تریک، همون تریک هم میشه کلک، ولی طرف اومده اینجوری ست کرده، گیمش بازیش قانونش اینه، ما قانوناشونو باید یاد بگیریم و دیگه باید یه کارش کنیم، یاد بگیریم و به هم هم یاد بدیم. دوستان یاد بگیرید و یاد بدهید. خب رضا پهلوی 16 آذر و حماقت این رو براتون گفتم، حالا بعد بیانیه طرفدارای پادشاهی رو براتون میخونم. ماه دسامبر 50% تخفیف تا بی نهایت. یعنی اگه شما این ماه دسامبر آمدی ژانویه نیای به من بگید دسامبر آگهی گذاشته بود، یا ما اینو گذاشتیم که آخر امسال بوست بشه یه پولی در بیاریم. نمیگم تا 10 سال دیگه پولش الان بده، میگم شما اگه اومدی به قول اینها به ما پیوستی، همین نرخی که توی ماه دسامبر توافق میکنیم دیگه خواهد موند تا اگه سال 2020 هم که آقای چمنارا انقلاب کنه و پیروز بشه و بره ایران، حالا فردا من بگه آقا من چه گفتم میخوام انقلاب کنم، این نرخ باقی میمونه. بهش میگن گراندفادر لا، یا تو ایران میگفتن عطف به ما سبق. یعنی شما که سابقه دار میشید و اینجا هستید، این عطف به ما سبق میشه و شما جزء این نرخ هست. 50 دلار میدیم 25 دلار، 25 دلار میدیم 12.5، 10 دلار فیسبوک میدیم 5 دلار، آگهی روزی 3 دلار رو میدیم روزی 1 دلار و نیم. بعد حالا شما برو، ما 22500 دلار مثل آقای دکتر کی بود علامه ای نمیدونم چی یادم رفته اسمش داد، بگو آقا این داور به من گفته 40 میلیون بیننده دارم. گفتم والا من که نبودم نشنیدم، ولی شما عقل نداشتی 40 میلیون بیننده برای یه تلویزیون ایرانی خارج، اونم بیان تو رو ببینن، تا هم که آخوندی مثل اون آخونده هستی. گفت خب ولی من حرف مختلف میزنم. گفتم آقا قیافه شما رو تا ببینن کانال عوض میکنن، حالا شما عمامت سفیده اون عمامت سیاه. 40 میلیون میگی به من گفته من بیننده دارم. آقای مینوی، آقای شهرام همایون به شما گفته چند میلیون بیننده داره، دیگران بهتون گفتن چند میلیون. نمیست سوربی ساده یاد مینسه آقا 8778 نفر روی اینن، 5000 تا روی اونن، 3000 تا روی اونن، خودمون اشتباه کردیم از روز اول، هی این بماند. و یادتون باشه دوستانی که میخواییم برنامه بذاریم، آقای نصر اصفهانی یکی از افتخاراتش اینه که من بدون کاغذ میرم صحبت میکنم. به نظر من یکی از دوستانش باید بگه یکی از اشکالایی که همین دوستان به شما میگیرن و میگن مش حسن دکانش رو فروخت چون تعداد چکای برگشتی انقدر بود که ورشکست شد. جدی میگه یا شوخی میگه؟ اخلاق خودش هم بد بود، همیشه میخواست با همه دعوا کنه. در هر صورت اگه فروختم لابد دیگه پادر داشت، بابا سنی ازش گذشته، بعدم عاشق قناری و اینا بوده، امیدوارم به خوبی فروخته باشه. خب شما هستی، اگه هستی تماس بگی ببینیم این رادیو مادر، اینجام نوشتم هم رادیو مادر، مثلا این آقای محبی، من الان دوستم، بنده خدا چند مدت پیش براش یه اتفاق ناگواری افتاد، من حالا که نوه دار شدم میفهمم نوه چقدر شیرینه. ایشون نوهش تصادف از دست داد، حتی امروز هم من براش فرستادم خوشا آنان که با عزت بگیتی بساط عیش یا عشق برچیدند و رفتیم. وقتی ایشون برنامه داشت تلویزیون رنگارنگ که بعد از دورانی بود که ما اونجا بودیم، ملت به من زنگ میزدن میگفتن آقا شما با این مشغولام شاغولام چه کار کردی؟ من گفتم آقا شاغولام کیه؟ میگه این آقایی که اومده با داور الان لهجه اصفهانی داره. گفتم من اصلا ایشون رو نمیشناسم. گفت آقا پس چرا راجع به شما حرف میزنه؟ گفتم آقا من نمیدونم، اگه حرف میزنه شما گوش میدی؟ باور میکنی؟ خب هر کاری میگه بکن. اگه میگه آقا سربی مزدوره، حالا برو بکشش، ببره بکش تا ببینم چوب کجات میکنه. اگرم باور نمیکنی خب پس من چیکار کنم؟ حالا امروز با هم دوستی. و خدا هیچ وقت من برنامه ایشون رو چند تا شنیده بودم، خیلی قشنگ خوش زبون با اون لهجه شیرین اصفهانی. من حالا دیروز به ایشون گفتم هر وقت با هم صحبت کردیم یاد من بیار که خاطره نجف آباد و ماجرای این که من تصمیم گرفتم تو اصفهان زندگی کنم
براتون تعریف کنم. ما دانشجو که بودیم یک چیزی بهمون خورد، چی میگفتن، یه شانسی گیرمون اومد که یا بریم این اردوی دانشجویی یا بریم اردوی رامسر. ما که نه هنری داشتیم نه چیزی بود، گفتیم میریم اردوی دانشجویی. اردوی دانشجویی چی بود؟ چون ما رشتمون فنی بود، میفرستادمون شهرهای مختلف، مخصوصا دهات کوچولو و اینها، توی مدرسه ای مثل پیشاهنگا اتراق میکردیم. صبح بلند میشدیم میرفتیم، یاد این میدادیم یه چراغی بس کنه، یه سیم برقی بکشه، چجوری تمیز کنه. آقا اگه اینجا میری توالت همینجا آب نریز، آبو بریز اونجا، این خشک بشه فردا. از این چیزا خیلی هم با شور و علاقه. سال 54 بود، 3 سال قبل از انقلاب، و من چنان از این نجف آباد کوچولو خوشم اومده بود. یه دو ماهی هم اونجا بود و جمعه ها و اینها میمدیم اصفهان، کاخ جوانان اصفهان، تمیز مرتب قشنگ. بعد که انقلاب شد و جنگ شد، این دوستان جنگ زده از آبادان این برانور اومده بودن، شیراز بیشتر اومده بودن و خیلی افتضاح شده بود اونجا. من به همسرم گفتم میدونی کجا تمیز و خوبه؟ اصفهان. بیا بریم اصفهان زندگی کنیم یا بیا بریم شمال زندگی کنیم که دست روزگار و سرنوشت ما رو کشون به آلمان و آمدیم اینجا. اینه که من به این اصفهانی ها ارادت خاصی دارم. یه دکتری داریم دوستمون کوروش، اتفاق اونم فکر کنم آسیب شناسی، نه اون میکروب شناسی خونده، که هر وقت میرم فلوریدا مهمون اون هستم، هر وقت هم ایشون لطف میکنه میاد اینجا بهش میگیم مهمون ما، وقت میاد اینجا انقدر دوست داره که به ما نمیرسه. در هر صورت ممنونم آقای محبی، اسم اصلی ایشون، اونا که از قدیم میشناسن، ایمیل قدیمیشون دارم، غلامرضا هست، مثل اسم من که اسقر کردم پارسا، ایشون هم اسمشو کرده پیروز. مبارکت باشه، خیلی هم کار خوبی کرده. به تو چی که آقا اسم من چی بوده؟ اسم منه که مادرم و پدرم انتخاب کردن، من که سهمی نداشتم. آمدم اینجا، حالا خودم هم انتخاب نکردم، این آقای حقای دیوانه به من گفت، موقعی بود که منت میکشید که من اینو ببرم تو تلویزیون، که آقا شما که مال پارس هستی، شما مثل مادر رضا شاه، مثل نوشافرین هستی. من اصلا نمیدونستم تا اون زمان مادر رضا شاه اسمش نوشافرین بوده، چرا اسمتو نمیذاری پارسا؟ گفتیم آقا جون اینجا یه فیلمی هست، آمریکایی‌ها میگن کال می شت شو می ده مانی، یعنی بگو این گوه سگ، ولی اگه برات کار کردم پولمو درست بده. حالا از کجا رفتم کجا؟ این حسن برنامه‌های من اینه، طرف 2 ساعت نگاه میکنه نمیفهمه من چی گفتم، چه کار میخواد بکنه یا چی. مثل آدامسه، هر چی میجویی ضرر نداره، چاق نمیشی، تو شکمت هم نمیره، و آدامسه کم شکرم هست. داشتم اینو میگفتم، آقای نصر احمدی یا دوستان به ایشون بگن شما اگر علامه دهر باشی دیگه، بابا از پروفسورای اینجا، از این اسکالر نمیدونم چی بهشون میگن، از این استادا که دیگه استادتر نیستی، که شما حتی کتاب خودتو میخوای درس بدی، این کتاب خود بیا که بعدن دوستتون اون خانم زرقام نگه آقا ما نفهمیدیم، این 1 ساعت میخواست راجع به قانون اساسی بگه نگفت. من بهش میگم آقا من 2-3 بار سوال شده ازم، ازت سوال میکنم، شما حق داری که جواب بدی یا ندی، بگی آقا من امروز میخوام درباره این فهرست یا ایندکس ببین، من میخوام درباره سرنوشتم صحبت کنم، درباره پرسشگری، درباره اداره مؤسسات، اگر وقت اضافه اومد به شما جواب میدم، مال منو بذار قسمت بعدی. ولی شما ماشاءالله 1 ساعت میای راجع به اون سوالی که منم نکردم، بیننده ها کردم، خب دیگه نمیکنم. ولی شما نگو من 2 ساعت بدون چی حرف زدم، 3 ساعت، این چیز بدیه، این شما رو میبره در حد این بیسوادای تیمور لنگ و اینها. آقا من هر روز که میام اینجا این پوشه جدیدم 7-8 تا باید اضافه داشته باشم. و چجوری؟ تشکر از دوستی که طرفدار پادشاهی هستن و MTV را حمایت میکنن، تشکر کردم، ممنونم، امیدوارم سرماخوردگیشون، بیماریشون رفع بشه. و اما بهتون گفتم آقای به نام آرش افسری کاشانی برای من نوشته بود آقا گوگل شیرازی رو نگاه کن. ببینید شیرازی رم مثل شاندلیر یا چیزایی هست که CH می‌نویسی، آخه این CH هم یه کوفتیه،
سی اچ رو خ میخونن، ک میخونن، چ میخونن، مثلا چر میشه سی اچ، ش میخونن میشه شنتلی. این دوست ما نمیدونم کجوم کشوری هست که نوشته بود شیرازی رو به جای اس اچ نوشته بود سی اچ آی آر ای زی. من رفتم گوگل کردم چیزی ندیدم، ولی چی کار کردم؟ برای ایشون لینک رو فرستادم، گفتم منظور شما این بوده، حالا بذارید من یه درس کوچولو هم به شما بدم. اگه برای یه دوستتون میخوان یه ویدیو بفرستید، نگید برو ویدیوی مصدق و کودتایی نمیدونم فلان نگاه کن، لینکشو براش بفرستید، اسمرم براش چاپ کنید، این دوستمون علی آقای شیرازی می‌نویسه این را ببینید، حتما ببینید. آقا 4 تا من میگیرم، یکی از شما میگیرم، یکی از تیمسار آریانپور میگیرم، یکی از آقای سهیلی میگیرم، یکی از آقای ناصری میگیرم. اگه اون بالا بنویسی میبینم این همونه که آقای سهیلی امروز زودتر از خواب بیدار شده، اون فرستاده، پاکش میکنم بره. به دوستاتون احترام بذارید، به وقتشون احترام بذارید، وقتشون عمرشون تلف نکنید. حالا چه کار میکنید؟ ببینید من مثلا میام تو این صفحه مردم تیوی، یا امروز برای آقای محبی فرستادم این لینک خودمون رو که توی فیسبوک هستیم. آقا ما اصلا تعطیل کنیم بیام درس بدیم، والا به خدا ما که از درس دادن لذت میبریم، از سیاست هم که چیزی بلد نیستیم، راحت کاری کنیم که هم لذت میبریم، هم شما یاد بگیرید، هم شاید هم یه کسی حمایت کرد. حمایت یادتون نره. بازم کجا هستیم دوستان؟ آقای محبی شما هم آگهی رادیو مادر رو اینجا بذار توی صفحه بچه های محله ویرجینیا، مریلند، واشنگتن. ضمن این که این روزا دیگه بچه محلی نیست، دنیا شده یه محله، همه اون بچه محله هم دیگه هست. ولی حالا که این یه کامیونیتی کوچیکتره، خصوصیتره، این هم استفاده کن، اونجا بذار، اینجا بذار. برای بعضی ها می نویسم که شما در تلویزیون مردم هم می توانید ویدیوهای خود را پخش کنید. اون احمق برای که بره به اون ساب تلویزیون بگه، میره نشون میده میگه نگاه کن سوربی به من گفته بیا تو این تلویزیون، اون ساب تلویزیون از اون احمق‌ترم به من زنگ میزنه میگه آی سوربی حالا دیگه مشتریای ما رو کش میری؟ میگم منظورتون اینه که مشتریای شما رو میدوزم؟ کیو دوزیدم؟ میگه آقای فلانی یا خانم فلانی. میگم چی نوشته؟ میگه من که ندیدم. میگم چی گفتم؟ میگه من که نشنیدم. میگم واقعا احمقی که به یه کسی که میشناسی زنگ میزنی، حالا میخوای تو احترام توی آلومینیوم بپیچی، بهش میگی کش میری، دوز هستی، دوز خودتی، دوز باباته، دوز اون احمقیه که کلمه هم رو نمیفهمه. آقا شما میتونی بری جاینت خرید خاربار کنی، از مغازه مشحسن هم خریداری کنی. یعنی اگه رفتی اونجا خیار بهت داد انقدر دوست نداشتی، خیار پرژن اگه خواستی برو اونجا بخر. این کجاش؟ یعنی شما دیگه نرو جاینت که اینقدر حوالت بدن. شعور داشته باشیم، فهم داشته باشیم. دیروز یه ماشین ندارم دوباره، جایی بودیم یه ماشین تو خیابون دیدم نوشته برای فروش، وایستادیم به اون آقا، تا رفتم تو طرف گفت به آقای سوری من شما رو میشناسم. گفتیم خب شکر خدا که قیمت روش نوشتی، حالا دو برابر اضافه نمی‌کنی. بعد خندید گفت که نه ولی تخفیفم نمیدن، این ماشین مال خودم بوده، اینجوری بوده، تمیز بوده، اونم اصفهانی بود. آقای محبی اگه خواستی بهت میگم گست استیشن دارن 29 سال توی اننده و قیمتش هم همیشه از جاهای دیگه ارزون تره. بهش گفتم من میدیدم اینجا قیمت همیشه ارزونه، فکر میکردم که باید ایرانی باشه، چون ایرانی ها خیلی زرنگن، این شم بیزینس رو خیلی خوب دارن. بهتون گفتم من از آقای افشارها معلم ریاضی شم بیزینس هم یاد گرفتم. میگه آقا من میرم یه جا صحبت میکنم 1500 دلار میگیرم، با هواپیمام پولمو میدن، هتلم هم میدن، تو میشینی اینجا مرد حسابی ساعت 50 دلار. گفتم والا چیکار کنم؟ راست میگه آقا، این گل ببین اینقدر بهش احتیاج داریم، ولی چون ارزونه اگه کفشمون گلی شده باشه پاکش میکنیم، ولی یه تیکه کربن اینقدی الماس بهمون میدن 1000 دلار، میریم براش بیمه میخریم، میریم توی بانک یه صندوق میگیریم ما 16 دلار، هر وقت میخوایم بریم یه جایی میبریم میزنیش تو، میخوایم ظرف بشوریم انگشتره رو در میاریم که یه وقت نیفته اینجا. ولی گل، آها یه دستمال بده این کفشم گلی شده،
حالا کدومش ارزشش بیشتره برای شما، کدومش بیشتر تو زندگی به دردت میخوره؟ این گل ارزون که گل ازش میباد، چمن میاد، میوه میاد، درخت میاد، یا اون الماس تیکه سنگی که هیچ کسی هیچ استفاده اش نمیکنه، ولی اونو دوستان کلیمی بلد بودن چجوری مارکتی درست کنن که انقدر شما به شما بده $1000 و به شما بقبولونه که اگر خانمت رو دوست داری مهم نیست 100 سال با هم عروسی کردی، مهم اینه که امسال بیا از ما 2 قیراط بخر ببر براش، 20 سال ازدواج کردی انقدر، 25 ساله انقدر، 50 ساله حالا شدی گلد. آخه من گلد شدم، گلدمو باید بیارم بدم به شما؟ یه بحثی رو آقای یزدان خداوندلو برای من گفته راجع به کلیمیا که چرا آخر کار تصمیم گرفتن برن اسرائیل و اونجا بمونن و یک کشوری درست کنن، خیلی جالبه. ولی من نمیخوام به اصطلاح مطلب ایشون رو کش رفته باشم یا دزدیده باشم به شما بگم. و اما میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم مثلا ما میایم توی این وبسایت، توی این سایت میخوایم برای یه دوستمون بنویسیم آقا یه صفحه هست مال یه شخص دیوانه‌ای که این همه درآمد و پول خوب ول کرده، اومده چسبیده به ما ایرانی ها و ما هم هر روز بهش تهمت میزنیم به نام سوربی، تو هم برو نگاه کن. این چه کار میکنی؟ اول از همه اینجا میبینی اگه بلد باشیم یه عکسی ازش میگیریم. دوستان باور کنین من هر روز که این پروگرام رو استفاده میکنم از این سعید دوستم که توی کالیفرنیا اینو به من داد تشکر میکنم، نه برش نامه بنویسم، توی ذهنم تشکر میکنم. همه شما اینو تو کامپیوترتون دارید، اوکی؟ بهش میگن سنیپینگ تو. همه شما روی دکمه های کامپیوترتون دارین که چجوری صفحتون رو عکس بگیرید، یه عکس میگیرید بعد وسیله داره اینجا رو خط میکشید میگید این آدرسه، دور این خط میکشید میگید بابا منظورم اینه ها، با سوربی ایتالیایی اشتباه نکنا، بعد اینم اسم میذارید مثلا مینویسید سوربی فیسبوک، سوربی فیسبوک، برای دوستتون میفرستید با ایمیل. یا اینکه شما اینجا هستی این لینک میبینی این بالا، به این میگن ادرس باکس، که البته الان جدیدن این ادرس باکس کار جستجوگری هم انجام میده، البته اگه شما انگولکش نکرده باشی دوتاش شده یکی، اون وقتا شما با میرفتی تو باکس اینوری مثلا مینوشتی کوچه لاری ها، الان تو همین اگه بنویسی پیداش میکنه. بذارید من الان تو همین مینویسم مثلا مردم تیوی، بیا میاره برات پیدا میکنه، مینویسه مردم تیوی دات کام. یعنی پس شد چی؟ همون آدرس باکس کار گوگل یا موتور جستجوی گوگل رو هم انجام ده. میای اینجا، بعد اینجا که اومدی میزنی میری. ایمان موقعی که آدرسشو بلد نباشی، اگه آدرسشو بلد باشی همون اول شما خودت تایپ میکنی مثلا مینسی مردم تیوی دات کام، دیگه یه بارم نمیری توی صفحه گوگل. خب اینم از این بود، این بود که من برای اون دوستم نوشتم آقا اگه امکان داره لینکش رو بفرست، و ایشونم زحمت کشید فرستاد. حالا که ما دیگه میدونیم بذارید اینجا بنویسم، اینجا کامرای دو، همین من هی سرمو اینجوری کج میکنم برای اینی که این دستگاهی که ما خریدیم گذاشتیم که فیسبوک رو ازش پخش کنیم، آمده جلو دو تا از این مانیتورها رو گرفته. حالا مجبورم اینجوری سرمو کج کنم بزنم کامرای دو که بیا شما ببینید. اوکی حالا اومدید اینجا، قرار شد بریم کجا؟ آها بریم گوگل شیرازی ها. یه تبلیغی هم برای این همشهریمون یا هر کسی که لطف کرده اینو باز کرده، گوگل شیرازی دات کام. ببین اون چیز که شما برای من فرستاده بودی SH ننوشته بودی، نوشته بودی CH، و وقتی من CH زدم منو برد یه جای بی خودی. اجازه بدیم من بیرم اینو میتونم عوضش کنم، گاهی وقتی این دیوونه میشه میره هی برای خودش تون تون میچرخ کامرای تو. بله ببینید اینجا تو همین کنار زدیم گوگل شیرازی دات کام، حالا یه انتر هم میزنیم. بیا با شیرازی اینجا نوشته، بفرما کامرای سه نوشته گوگل شیرازی
من فکر کنم این اشکال داره. قانونی اومده اسم گوگل، لوگوی گوگل، شکل گوگل برداشته، حالا یه چند مدتم دوستا رو جمع میکنه اینجا، ولی بعد گوگل میبندتش، اینا رو از دست میده. بهتر کاری که میکنیم قانونی باشه. و یه بعد اینجا مثلا نشته کاکو باز دنبال چیچی هستی. شیرازی ها به چی میگن چیچی؟ نمیدونم چرا دوبار میگیم، لابد میخوان طرف مطمئن بشه. خلاصه مثل که اینجا چیزای شیرازی شما مینویسی، اگه یک کسی شیرازی نباشه، بلد نباشه، معنیش میده، یا خودت هم ممکنه شیرازی باشی یادت نیاد. من دیروز با یه دوست شیرازی صحبت میکردم، وقتی خداحافظی کرد گفت سایتون کم نشه. باور کنید من اینو بعد از 30 سال، شاید بعد از 32 سال شنیده بودم. سایتون کم نشه. خب یعنی هم خدا نگهدارت باشه، چون آدمی که میمیره سایه دیگه نداره، میفته رو زمین، ولی آدمی که وایساده سایه داره، دیگران هم میتونن از سایش استفاده کنن، مثل درختی که پرباره سایه داره. خب پس آقای نصر احمدی اگر میخوای چیز کنی قشنگ بنویس به نظر من و چیز کن. اگه میخوای چیز کنی قشنگ بنویس و چیز کن. خیلی جمله پاکی گفتم. باز امروز با یکی صحبت میکردم، گفتم شما اینجوری گفتید، گفت منظور من اون بوده. گفتم خب شما میشه لطف کنی منظور تو ما بگی؟ یه جوکی بود، گفت یه نفر اومد دوستاش نشسته بودن داشتن شام میخوردن، گفت آقا بفهم شام بخورین. گفت نه من خونه شام خوردم اومدم اینجا شما رو ببینم. گفت حالا بیا یه لقمه بخور با همون، اینجوری به ما نمیچسبه. آقا آمد چشمتون روز بعد نبینه، از اونا که شام نخوردن بیشتر خورد. یکی از اینا طاقت نیاورد، گفت آقا میشه دفعه دیگه شما بیای اینجا شامتو بخوری، بری خونه یه لقمه با ما بخوری. اینم اینه منظور من این بود که آقای نصر احمدی به نظر من به عنوان یک بیننده بهتره برنامه‌هاش، مخصوصا کسی که میخواد یه چیزی رو تدریس کنه، منتقل کنه. بعد دکتر، دوستان اگه اشتباه نکنم دکتر کلمه یک لاتین و اصلش یعنی معلم. حالا اون دکتر مدیکال به شما راه زندگی کردن یاد میده، معلم برق به شما درس برق یاد میده، معلم فیزیک درس فیزیک یاد میده. همه اینها، حالا کلمه دیگه نمیخوام باش بازی کنیم، مکافات پیدا کنیم. و اما مترو کوکینگ، بذارید من اینو ساعتش هم بنویسم، چون فردا دارم میرم اونجا گزارش تهیه کنم و داشته باشیم که یه وقت این دوستان اگر به ما منت میذارن ما بگیم بابا ما برای شما مجانی چیکار کردیم، تبلیغ کردیم. metrocooking.com توی آمریکا رسمه، هی شو میذارن، مثلا یکی میاد بلو هاوس چی شد مترو کوکینگ، حالا رو چیز پیداش میکنم ولش کن. وقتی تو ایمیل ها گذاشتم، حالا شما باورتون میشه من اینجا که نوشتم که یادم نره هیچ، توی ایمیل ها هم سیوش میکنم که بعد با شما چیز کنم. امروز خیلی چیز میکنم. این آقای داور و همه دوستانی که اونجا بودن میگو چیز جان، به من میگو سرو. یه در بیبانی به من گفت چرا به ما میگه چیز، به تو میگه سرو. گفتم این برای که فهمیده من سربم سروبم هرچی، ولی شما چیزش هستین، بهتون میگه چیز. حالا خوب اقلا بهت میگه چیز جان. در هر صورت امروز من خیلی چیز میکنم. آقای مایکل مور معرف حضورتون هستن، فیلمایی که میسازه جالبه. این خودش بچه فقیرترین شهر، فقیرترین ایالت اگه اشتباه نکنم فلینت میشیگان، کجا دیترویت، کجاست اینجا. و یه فیلمی من دیشب، یعنی دیشب هم نه، امروز صبح خیلی زود دیدم از ایشون، به نام کپیتالیسم، The Love Story، داستان عشقی کپیتالیسم. و این فیلم رو به شما پیشنهاد میکنم برید ببینید. من دوست دارم، یه دوستی بود تو کانون، هنوز هم اونجا فیلم میذاره و اینا اگه بتونن حتی توی آقای محبی زنگ زده، ولی به اون تلفنمون زنگ زده. آقای محبی جان بذار من اینو بهت نشون بدم، به این زنگ بزن اگه میخوای بیای رو خط صحبت کنی. بذار اصلا من این افکت 2 رو بردارم یا 3 رو بردارم که اون شماره نیاد، اون بی خوده، باید فقط این فرو بزن. اینو عزیزم 202-695-2573، اون تلفن 703 من اصلا دیگه تلفنش رو برداشتم، چون اون سیستمیه که باید تلفن باشه
تا من زنگش رو نمیدونم اینا رو بشنوم، ولی اینتر حالا قرار شده بیای اینجا، وقتی اومد اینجا بهت نشون میدم اینجا همه چی 100% دیجیتال. اصلا از اون چیزایی که شما تو تلویزیون رنگارنگ دیدی پاتو روی سیم نایزار، خب من خودم موقع نبود که نداشتیم، حالا اگه بودم ما نداشتیم، خبری نیست. اینجا یه سیستم برنامه‌های زنده که تموم شد میذاریم روی پلیلیست و پخش میکنیم. دیروز رادیوتون رو نگاه کردم، شنیدم رادیو مادر دوستان، حالا وقت داشته باشیم نگاه میکنیم، هنوز 30 دقیقه وقت داریم. امروز 2 ساعت میخوام دقدلی تمام این روزایی که جمعه ها شما به من غور زدید و گفتید سور به ما آمده بودیم تو رو ببینیم، ساعت اولش آقای سهراب چمنارا بود، ساعت دومش آقای افشارها بود، گفتم خب ببخشید بی همتا شما حمایت نمی کنید، من مجبورم از یه راهی پول در بیارم. و یکی از بهترین مشتریای ما گفتم این آقای حسن ارشاده، یکیش هم این آقای سهراب چمنارا، خیلی حساب پاک مهندسی برنامه رو میذاره، یه دونه برنامه میذاره پولشو میفرست. باور کنید من دارم آرشیوشو درست میکنم که لینک رو براش بفرستم اینم پولش بریزه. دوستان دیگه از بس میخوان چونه بزنن و به چرخونن این ور اون ور، حالا من این ماه 2 ماه بهت میدم که بعد ماه آینده تو گیج بشی ندونی مال این ماه بوده یا مال اون ماه بوده. آقا من اینجا دفتر دارم، به همون سیستم بقالای قدیم مینویستم، امروز که شده دسامبر باز کردم که آقا این انقدر داده اون انقدر داده، به اصطلاح دادن همه رو ما اینجا می‌نویسیم. سربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. سلام علیکم آقای سربی. سلام دادا محبی عزیز، احواله؟ قربانت برم آقای سربی عزیز. من قرار از مزاحمت نمی‌خوام زیاد وقتتون رو بگیرم. خوشحال میشم که بعد از مدت‌ها با هم صحبت داشته باشیم و رادیو مادر رو به دوستان که میشناسن بگیم. این خبر خوبه که به زودی فیسبوک و اینا رو هم راه میندازیم، حتی از تلویزیون مردم هم رو فیسبوک من یه چند بار به عنوان گود فیت و بونس و فریبی برای شما میذارم. و دیگه این که بالاخره شما باید اینجا بیای صحبت کنی، یه روز من بیام اونجا صحبت کنم، از تلویزیونای آمریکایی یاد بگیریم. بفرمایید من ساکت میشم. این شما دوستان و این هم آقای پیروز محبی که من حالا فیسبوکشم به شما نشون میدم. آقای محبی، تا یادم نرفته رو فیسبوکتون با انگلیسی هم اسمتون رو بنویسید. چشمت روشن، مرسی عزیزم. شما صحبت کن تا من این سفر رو عوض کنم، فیسبوک شما رو نشون بدم. بفرمایید. عرض از مزاحمت، این که خود من که مطلبی برای گفتن ندارم، چون هم دانش این کار ندارم و هم این که مردم واقعا گوششون از حرفای ما پره. و علت این که مزاحم حضرت عالی شدم این بود که ما یک استادی در رادیومون سخن میگن روزهای دوشنبه ساعت 9 شب تا ساعت 11 به نام دکتر جمشیدی که اون پروفسور هستن در دانشگاه نورت کارولینای شمالی و استاد فیزیک فلسفی هستن، در شعر، در موسیقی، در تاریخ، در فردوسی شناسی، در سعدی و حافظ و تمام مفاخر ملی ما ایشون اطلاعات مبسوط و خیلی دارند. خلاصه خیلی بگو آقا خدا هرچی نعمت بوده به ایشون داده، من که رسیدم گفت برو دیر آمدی. بله البته ایشون شاید تمام تلویزیون ها و رادیو ها علاقه من باشن که سخنان ایشون رو پخش بکنن، منتها ایشون علاقه به این که تصویرشون رو ببینند ندارم. ما این امکان رو به اصطلاح رادیومون نداشت که حالا با محبت شما حتما روی فیسبوکم با تصاویری از شاهنامه فردوسی و اینا میتونیم صدایشون رو پخش کنیم. آقای دکتر جمشیدی برنامه‌ای که دارن در رابطه با آگاهی به مسائل دینی مذهبی است که خب خیلی ها در این مورد سخن گفتن که خودتون میدونین، حالا من اسامیشونم به جز آقای پروفسور آقای انصاری بود، شایان کاویانی بود، فرود انصاری بود، آقای شایان کاظمی بود، آقای
فرود فولادمند بود. بود خانومی هستن در کالیفرنیا و خیلی آقای مشیری. بله. اما سخنان دکتر جمشیدی یه لطفی دیگه داره و یک طعم و مزه خاص داره. یک ایشون از جاده ادب به هیچ وجه خارج نمیشه. همه اسامی که از زبان ایشون میشنوید با احترام با و حتی صلوات با نمیدونم علیه السلام فلان اینا، اما باز لطفی که سخنان ایشون داره اینه که آگاهی به ما میدن راجبه مسائل تاریخی که ما نمیدونیم. بله. یعنی آبا حالشو نداشتیم بریم بخ راجبه مسائل قرآنیست که فکر نکنم هیچ کنوم از ما قرآن رو نشسته باشیم ترجمه فارسی. الو بفهمم، مثل که شما خط داری اونجا. نمیدونم این دوستانی مزاحم، وقتی که ما رو خط رادیو خودمون هم هستیم این اتفاق میفته، مرتب شماره رو میگیرن که نتونیم ما سخن بگیم. حالا شما خوشحال باشد آقای مهمی، دو سه تا جونه برن در کالیفرنیا که اگه مزاحم بشن من اصلا میشونه میگم که حضرت عالی هم میشناسین دیگه. بله بله بله، داشتم راجبه دکتر جمشیدی سخن میگفتم و عذرم میخوام چون من واقعا بضاعت اینو ندارم که در مورد شخصیتی مثل دکتر جمشیدی سخن بگم. اما در مورد دکتر جمشیدی اینو بگم که من خودم تا سال 1368 یه مسلمانی دو آتشه بودم. یادم دونم هست داور وقتی راجبه من صحبت میکرد میگفت رفته نماز جعفر طیاره بخونه، یکی از مزاش این بود. و اون موقعی که ما در خدمتتون بودیم و اینا، واقعا بنده مذهبی بودم، معتقد بودم که سراج به علی حضرت محمد کلام الله مجید سخنی میگفت و به زشتی سخن میگفت شکمش پاره میکرد. این بود که من با آشنایی با آقای دکتر جمشیدی متوجه شدم که چقدر راه اشتباهی رفتم در 68 سال از عمرم. و چون با ایشون ابتدا نه اینکه یه مرتبه، در طی مرور زمان با سند و مدرک من میرفتم بلا فاصله توی کامپیوتر سرچ میکردم و میدم سخنه ایشون مطابق کتاب ها احادیث روایات و خود قرآن و خود قرآن هست و تضادهایی که در خود قرآن وجود داره. اینه که من توصیه میکنم به هم میهنانم به خصوص اونهایی که در ایران هستن و اینترنت ضعیف دارن، ما یک فرستنده 48 گیگابایتی داریم که در ایران به راحتی شنیده میشه. این رادیو رو حتما به خصوص عصرای دوشنبه ساعت 9 شب به وقت واشنگتن گوش کنن. اطمینان بهشون میدم، من میتونم حتی کامنت هایی که دوستان الان روی فیسبوک گذاشتن رو برای شما بخونم که ببینید که واقعا نقطه نظر مردم به خصوص اونهایی که در داخل کشور هستن چه چیزاییه که حداقل ما نه پول میخواییم نه آگهی داریم نه دنبال درآمد هستیم. میگویم این آخر عمریه، چون واقعا آبمون کرد آخره، یعنی 72 سال سنیه که هر آن ممکنه به اصطلاح این نفس بند بیاد و ما راهی جهنم بشیم با این کفری که بهش علاقه من شد. یکی از کامنت ها رو براتون میخونم. آقای کوروش رحمانی نوشتن: با عرض ادب و احترام خدمت محبی بزرگوار، انسان باید دلی به اندازه فلک داشته باشد تا بتواند آنچنان مثل شما و جناب دکتر جمشیدی به جامعه و فرهنگش خدمت کند. با تمام وجودم از زحماتتان متشکرم و قدرش را می دانم. رادیو مادر و برنامه دکتر جمشیدی بخشی از زندگی روزمره من و همسرم شده. سپاسگزارم. این یه دونه از کامنتایی بود که خودتون میتونید برید تو صفحه اصلی من و ببینید که واقعا مردم اینجوری هن، یعنی کسایی که بشنون علاقه من میشن. بقیه ساعت روزم، حالا ما از 9 شب تا 11 که آقای دکتر صحبت میکنن یا روزای پنجشنبه بانو سایه سعیدی سیرجانی سخن میگن،
شبها تکرار برنامه های 5 سال گذشته رادیو هست از دکتر جمشیدی، که هر کدومش واقعا یک انسیکلوپدی، یک فرهنگ ادبیات و دانایی و داستانی و با زبان شیرین، یعنی زبانی که آدم وقتی میشنوه خسته نمیشه. باور کنید من همسرم وقتی ایشون مسیحیه، همسرم و خیلی هم نسبت به حضرت مسیح ارادت داره، ولی با علاقه با عشق میشینه سخنان ایشون رو گوش میکنه، حتی اون جایی که راجبه مسیحیت ایشون نقد میکنن دین مسیح رو، یعنی همه ادیان رو گوش میکنه و لذت میبره و میگه عجب واقعا ما همچی کسی نداشتیم در تاریخمون در این به اصطلاح 50 سال گذشت. اینه که من از همیانانم استدعا میکنم این برنامه ها رایگان، ما به هیچ وقت دنبال حتی یه سنت هم نیستیم. بودجه این رادیو رو خانم سیرجانی تأمین میکنن و منم کارهای به اصطلاح در حد همین کارهای فنیشو انجام میدید. بله بفرمایید شما. میگم کارهای فنیشو انجام میدید. اون کلمه‌ای هم که شما گفتید فارسیش میشه دایره المعارف. ضمن آره. من الان وبسایتش من کار فنی هم ببینین یه وقت یکی رفته دانشگاه و یا مثل شما زبان خوب میدونسته رفته یاد گرفته و همه به اصطلاح اطلاعات فنی داره که بتونه همه کاری انجام بده. نه من اینجور نیستم، من به کمک یکی از دوستان مهندس همین رادیو رو راه انداختیم و در حد ابتدایی، در حدی که یک آدم به اصطلاح در حد دیپلم بتونه امور فنی رادیو رو اداره کنه. حالا با کمک آقای سوربی قراره یه سری کارهای اضافی مثل فیسبوک و نمیدونم یوتیوب و اینا، چون می داشتیم خانومی بود از سوئد تلفن میکرد و میگفت که محبی حیفه، واقعا حیفه که این برنامه ها روی یوتیوب نه. گفتم خب من باید اول آقای دکتر جمشیدی رو رضایت چه بگیرم، ولی ایشون حالا به هزار دلیل که حقم به جانبشه، ما هنوز از طرف این داعش های شیعه اسنا حشری به قوله دکتر در امان نیستیم. قربونت برم آقای محبی، شما در آمریکاییم، ولی اینا به خصوص در زمان پرزیدنت اوباما دستشون باز بود، هر کاری میخواستن میتونستن هر بلایی به سر هر کسی بیارن. دیدین شایان کاویانی ها به 3 شماره فریبش دادن بردنش ترکیه و تیکه پارش کردن، حالا ببینم زنده است و یا فوت شده. ببینید چقدر این آدم ساده بود که به خاطر عشقی که برای آگاهی مردم داشت و دلش میخواست یک رسانه داشته باشه افتاد تو دام این جانورای جمهوری اسلام. بله آقای محبی اجازه بدید من بهتون بگم اون اشکالی نیست که آقای جمشیدی نمیخواد تصویرش داشته باشه، مثل همین الان که شما دارید صحبت میکنید من اسم رادیوتون رو میذارم، تصویر فیسبوکتون رو میذارم، وبسایتتون رو نشون میدم، شما میتونید یه همچین کاری برای ویدیوی ایشون انجام بدید، هم ایشون راضی هست هم دوستانی که روی یوتیوب میگردن شما رو پیدا میکنن. فقط شما چون به من لطف دارید یه چیزی رو گفتید که اشتباه هست، اجازه بدید من تصحیح کنم. شما گفتید چون من زبانم خوبه رفتم یاد گرفتم، من بارها گفتم به دلیل اینکه توی ایران تو هنرستانی که ما بودیم این مهندس نوبختیان بنده خدا چون از آلمان اومده بود به ما گفته بود هر کی میخواد زبان آلمانی بخونه، هر کی میخواد زبان فارسی بخونه. ما هم یه مدتی علاقمند بشدیم به زبان آلمانی و دیدیم نه، این بود که همون 3 سالی هم که ما اونجا بودیم 1 سال آلمانی و 2 سال انگلیسی قاطی کردیم، تا بعدم که اومدیم آلمانی با زن و 2 تا بچه و کار و زندگی مدرسه نرفتیم، تا بعد که اومدیم آمریکا اینجا هم که رفتیم کلاس اکابر، برو روز کار کن شب برو کلاس ESL انگلیسی یاد بگی. حالا اونایی هم که باباهاشون پولدار بوده، اونایی که بابا مامانشون می‌خواستن حتما پاسپورت آمریکایی داشته باشه،
حامله که بوده سوار هواپیماش کردن بیان اینجا، بعدم از 10-12 سالگی فرستادنش اینجا. همینایی هم هستن که میگن جانم فدای ایران، ولی نه تو ایران یه وکیشن رفتن، همشون جنوب فرانسه و انگلستان و اینها بودن، نه یکی از بچه هاشون فارسی بلده حرف بزنه. اونا تازه با ما ایراد میگیرن، مسخره میکنن که آقا 30 سال اینجا هست انگلیسی بلد نیستی. میگم من افتخار میکنم 30 سال اینجا هستم، 9 سال 2 تا بچه‌مو شهریه دادم فرستادم، از یه دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدن، هر دو هم کار خوب دارن. افتخار من اونه، نه افتخار من اینه که بابای تو پول داده تو اومدی انگلیسی یاد گرفتی. از کی یاد گرفتی؟ اولین پیشنهادی که بهت کردم گفتم اونجا یه زن آمریکایی پیدا کن که گرین کارت درست بشه. در اصل اصلا شما ناراحت نباش که انگلیسی بلد نیستی، ولی یه نصیحت برادرانه، شما برادر بزرگ من هست، اصلا نگو من یاد نمیگیرم. اگه اون خانومی که لطف کرده بود به شما یاد داده بود، خودمون ضرب المثل داریم تو آمریکا میگن ماهیگیری رو یاد دوستت بده، اگر ماهی براش گرفتی فردا باید بری براش بگیری، پس فردا باید بر. ولی ماهیگیری شما حالا هفته آینده یا هر روزی که اومدی اینجا یا از طریق کامپیوتر من بهت نشون دادم، به دو دلیل، یکی این که به سه دلیل، یکی این که تنبلم فوری میخوام اون طرف کارو یاد بگیره دیگه مزاحم من نشه، دوم این که دبیر بودم معلم بودم دوست دارم یاد بدم، سوم این که دیگه نمیخوام شما مستقل نباشی، میخوام خودت وقتی اینا رو یاد گرفتی بتونی از تو محل کار این کار رو انجام بدی. آقای جمشیدی اگه اومد برنامه گذاشت مثل امشب ضبط کنی، عکس تلویزیونت هم بذاری، عکس رادیوت الان دارم نشون میدم بذاری، فردا ما روی یوتیوب بذاریم، منم برات روی فیسبوک پروموت میکنم، یکی دو بارم میگم دوستان برید صفحه رادیو مادر رو ببینید. خود من امروز اشتباهی زدم نوشتم radiomadar.com، در صورتی که شما نوشتید madarradio.com. حالا اگه بتونید اون صفحه رو بخرید بد نیست که دوتاش بیاد یه جا، چه من اشتباهی بزنم بنویسم رادیو مادر، چه بنویسید مادر رادیو، دوتاش بیاد یه جا. در اصل من ممنون و متشکرم از شما، و اگر قرار بیای اینجا یه برنامه تلویزیونی با هم داشته باشیم. شما وقت صحبت می‌کردی اون موقع تصویر دوست نداشتی بذاری نه؟ اون اوائل که این دوست مشترکمون آقای داور دوست نداشت واقعا کسی، حالا حتی خودش هم که نشون نمیداد، و بعدم ما توی شرایطی بودیم آقای سربی که پا در هوا بودیم، یعنی نمیدونستیم میمونیم در آمریکا یا نه، تا یه اتفاق افتاد با اون دوست به اصطلاح پلیسمون که اونجا کار میکرد که شما اسمش هم من آقای بهکار، آره، یه دفعه اومدن گولمون زدن این سلطنت طلبا و ما رو بردشتن بردن جلو کاخ سفید، ما هم گیج منگ و چه دهاتیم دیگه، ما اصفهان که زیاد هم چیم مثل یه دینم به حضور شما رفتیم اونجا، فکر کردیم حالا یه باد بگیه، حالا ما اگه وایسیم جلو کاخ سفید و بگویم مثلا رژیم چند، فردا رژیم رو عوض میکنم، هیچی. رفتیم اونجا و فیلم از ما گرفتن و عظم شیر و خورشید و فلان و اینا، و یه بانوی هم بود در یه تلویزیون ها اینا پخش کرد و گفت اینا 20 نفر رفتن میخواستن رژیم عوض کنن کالیفرنیا. این اسمش محبیه، این فامیلیش فلانه، این هنر پیشه بوده، این با ارخان کار میکرده، آدرس خونه بارم تو اصفهان داد. این دیگه خب فایده نداره. بعدم که ما از اونجا به اصطلاح خودمون رو بازنشسته کردیم، رفتیم یه مدتی در کالیفرنیا در تلویزیون پرشین تی وی، اونجا پهلوی یکی از فامیلامون بود، اونجا مسئولی اونجا بودیم، اون تلویزیون رو واقعا برای اون راه انداختیم با همون لهجه اصفهانی، یه شبای جمعه 2-3 ساعت برنامه موسیقی و صحبت و سخن و گفتگو با هم میهنانه اینا، خیلی هم الان اون واقعا تلویزیونش یه تلویزیونیه که آگهی میگیره مرتب، نمیدونم فرش میفروشه. ما 2-3 سال هم اونجا بودیم تا دیگه مجبور شدیم به خاطر همون ماجرایی که شما در زیدان هستین برگردیم بیایم اینجا، و واقعا هم از زندگی دیگه آقای سوربی سیر شده بودم بعد از مثلا سقوط هواپیمایی نوام، ولی حالا دوستان محبت کردند و یه جوری ما رو سرمون گرم کردن فعلا، و این رادیو هم تقریبا
من عاشقانه دوستش دارم، من نه درآمدی از این رادیو دارم، نه نمیدونم شهرتی از این رادیو دارم میخواد کسب کنم، نه چیز. ولی همین که میبینم در هفته در ماه یه نفر تلفن میکنه یا یه دونه کامنت بزن، همین تمام خستگی من رو برطرف میکنه. از طرفی با یه شخصیت هایم تو این رادیو آشنا شدم که واقعا 20 سر گردن از خودم بالاترم و همیشه بابا میگفت، اینو میگفت، نصیحت میکرد، میگفت بابا اگه میخوای با یکی را بری، با یکی عالم تر از خودت، با یکی عاقل تر از خودت، با یکی با تجربه تر از خودت راه بر. و خوشبختانه هم خانم سیرجانی هم جناب دکتر جمشیدی به من اون چیزایی که باید در این آخر اون بیه یاد بگیرم یاد دادم. من دیگه خیلی ممنون. پس ما با هم قرار میذاریم، حالا یا به وسیله همون تیم ویور یا به وسیله اسکایپ اونا رو براتون ردیف میکنیم. ضمناً چون شما راجع به آقای دکتر جمشیدی صحبت کردید و امشب ایشون برنامه داره، ولی من دوشنبه گفتید، ببخشید، بله من اون موقع شب امکان ضبط کردن یا نشون دادنش اینا رو ندارم. اگر اون برنامه رو تا مثلا صبح دوشنبه اگه ما همدیگه رو ببینیم یا این برنامه رو درست کنیم اونا رو ضبط کنید، من خوشحال میشم که چند دفعه هم پخش کنم. اگر من روز به من رو سوندکلاود برادون ضبط میکنم و برات میفرستم. اوکی عزیزم. آقا آخر هفته خوبی داشته باشی. ضمناً حالا که صحبتی شد از نوتون صحبت کردین، اینا یک کمدیانی هست اینجا خیلی هم معروف، 6 ماه قبل خانمش فوت شد و این هم مثل هر کسی دیگه اول دیپرس میشه آدم، بعد اصلا دیگه زندگی براش معنی نداره و اینها. اونها هم دوستاش آمدن به کمکش و بهش گفتن تو برگردی تو همین جمعی که بودی، اتفاقا همش خاطرات خوب اونو بگو و اینها، و ما با تو هستیم و به اصطلاح از خوبیای زندگیش لذت ببریم، از این غم و درد و ایناتون. شما خودتونو با این محدود نکنید. من میدونم، یعنی نمیدونم، چون برادر کوچیکم از دست دادم، میدونم چه احساس مشکلی هست، ولی از طرفی میدونم که اگه آدم به یه گوشه بره و کنج عزلت بگیره یا چیز، اون اصلا باعث، یعنی آدم میشه زنده‌ای که فقط داره حرکت میکنه. خیلی خوشحالم که بازم در جمع ما هستید و از دوستان میخوام یه بار دیگه این فیسبوک شما رو نشون میدم. دوستان آقای پرویز محبی با فارسی نوشتن، حالا یا من یا خودشون اگه درستش کنیم با انگلیسی هم می‌نویسیم که هر کسی بتونه چه انگلیسی چه فارسی به فیسبوکشون بره. تصویر رادیو مادر رو بهتون نشون دادم که به اسم مادر رادیو باید توی چیز بزنین، و آقای محبی تو صحبتاشون توضیح دادن، اینجام نوشتن که یکیش با سرعت 128 کیلوبیت پر سکند، ایشون گفت گیگا یا مگا، اشتباه اب نداره، ما همون اینا برامون غریبه هستن. یکی دیگه پایینیش که کار خوبی هم هست، هر کسی اینو درست کرده، کار عاقلانه‌ای بوده، بذارید من نشون بدم، باز با 48 گذاشته، چون هرچی شما سرعت رو کم کنید مخصوصا توی آدیو شما با 8 کیلوبیت پر سکند هم میتونید آدیوی خوبی داشته باشید، ایشون که گذاشته 48، من تازه پیشنهاد کنم بذارید 16، بذارید 32، ولی اینا رو بعد. در صورت رادیوی خوبیه، من دیروز گوش دادم، دو تا شماره تلفن دارن، من شماره تلفن‌هاشون اعلام میکنم. تلفن رادیو هست 301-942-3538. تلفن شنوندگان هنگام برنامه زنده هست 240-550-2157. آقای سپردی این 21-57 ما از دست دهیم به جا شده 0203، یعنی همون شماره 240-550-0203. خب این هم یا درستش میکنم، بله، یا تو فور او 550-0203، برای اینکه ما بگویم با انگلیسی بلدیم یه جمله انگلیسی هم گفتیم. خیلی هم خوب. آقای محبی زنده باشی، پایدار باشی و سلامت و شاد باشی و به امید دیدارت. و من شما خودت دیگه شاهدی، من همون بهکام بعد از اینکه از داور آمده بود و بعد از اینکه انقدر اینا پشت سر من بد گفتن، ازش سوال کن، بهش بگو کی مشکل رادیو تو درست کرد، و الان کلی وقت ازش بیخبرم، مریض بود، کلیهش عوض کرد، نوبت گرفت، کلیه جدید بهش دادن، بعد یه دفعه ول کرده. اون ندا تیوی و اینا رو من نمیتونم بگیرم. بله،
در اصلت من از شنونده ها و بیننده های رادیو مردم تیوی تشکر میکنم که وقتشون رو گرفتیم. امیدواریم همیشه تندرست و شاد باشید. بسیار ممنون. به امید روزهای بهتر و چی میگن آینده روشن‌تر. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، با آقای محبی بودیم و ایشون همین لهجه شیرین اصفهانی رو که شروع کنه اصلا لازم نیست برنامه داشته باشه، میتونه، ولی یه مقداری چیز کردن، چی میگن، شکست نفسی کردن. ایشون وقتی صحبت میکنه خیلی قشنگ، زیبا، مثالایی که میزنه یه برنامه متنوع. بعد اون خانم سعیدی هم که گفتن، خانم سعید سعیدی دختر سعیدی سیرجانی است، کسی که آمد اینجا. همه این رادیو تلویزیون ها گفتن این مزدوره، از ایران اومده که یه مصاحبه کرده با آقای پرویز کاردان. حالا آقای محبی هم خواست اونو پیدا کنه بذاره که گفت آقا من برگردم برم تو زندان آخوندا، بهتر از اینجاست. یه نفر دیگه هم بود، یه آقای ترکی، من باش مصاحبه کردم و براش قرص قلب و اینا از اروپا براش گرفتیم و اینا. اونم گفت آقا تو زندان اینا حداقل قرص قلبمو میدادن، ولی توی آمریکا، توی کالیفرنیا 1000 تا بشقاب. دوستان گوش کنید، آقای جوانی که به من می‌نویسه $200 برام بده، اگر شما یکی بودی ما $400 میفرستنیم، ولی این $200، اون $100، اون $500، اون $400، این 1000 تا بشقاب نویسنده از ایران بلند شده اومده اینجا میشوره تا بتونه خرج خوراکشو در بیاره. قرص قلب هم که باید روزانه بخره بخوره گیرش نیومد. داداشم بلند شد رفت ایران. اینا حتما میشنستشون، بایدن فاملیشون موحدی بود چی بود. در هر صورت دوستان، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. من آلمان بودم، چه صدای به 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 به. الان آقا رضا داره میاد ایران آزاد کنه، اومدم اینجا دیدم آقا این یه پاش تو دادگاه الکساندریان عمه‌شو سو کنه، یه پاش تو دادگاه فرفکس آقای احمدعلی مسعود انصاری رو که بهش میگفته تو مثل داداش من هستی، که زنگ میزده بهش میگفته بیا منو نجات بده، این مادرم فره داره منو خفه میکنه. نه که اینجوری خفه میکنه، یعنی از بس تصمیمای عوضی میگیره. کسی که قسم خورده 21 سالش بوده، الان 55-57 هنوز نمیدونه چی خورده، شکر خورده، قسم خورده، چند تا نقطه خورده. شما فکر میکنی ایشون چی خورده؟ قسم خورده، باید به قسمش پایبند باشه. شکر خورده، بیاد بگه شکر خوردم، مادرم کرد تو قاشق داد به من. ممنونم آقای محبی، روز ما رو ساختی. ممنون، متشکر. به امید دیدارتون دوستان، همونجوری که قبلا هم گفتم و این زیر هم الان می نویسم، کجا هستیم مثلا افکت 7 ببخشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، مخصوصا اگر از ماه دسامبر این ماه شروع کنید، به دلیل اینکه ما خیلی کم پول شدیم، خرج زیاده دیگه، بابا بزرگ شد خیلی کم، نه بابا، به قول آقای محبی والا ما از این بیزینس از جیبمون یه چی نگذاریم روش، ازش انتظاری نداریم، چون این بیزینس نیست. اگه بیزینس بود که بالاخره مثل آقای شهرام همایون، مثل این پرژن تیوی، نمیده پرژن رادیو که ایشون گفت، تبلیغ داشتیم. ما دو تا تبلیغ داریم، یکی تبلیغ آفتابه، آفتابه قرن 21 سرویس بهداشتی که اینو یه دوستی لطف کرده برای ما چند تا فرستاده، ما میفروشیم به شما. یکی هم تبلیغ تلویزیون چیز هست، دیلرشیپ این آقای جعفری، والنتاین موتور کو، که لطف کردن ما یه برخورد خوبی داشتیم، دو دفعه من ایشون رو دیدم، خودش رو دادادش. این هم ما گفتیم ما براتون این ما مجانی میذاریم. حالا ایشون هم اگه دوست داشت آمد آگهی داد که نمیگیم قدمتون بر سر ما، نه هیچ که نمیخوام قدمش بر سر ما باشه، نمیخوام قدمش بر چشم ما باشه، قدمش اونجا رو چوب، اینجا رو فرش. تعارفا رو بریزیم کنار، این تعارفات ما رو بیچاره کرد. آقای ما بیه قراری بذار، روزی که اومدی اینجا یکی دو ساعت این چیزا رو که به ردیف کردن، بعد من بگم بیام این ور، شما بیاد بشینی این ور، حالا که دیگه میتونیم بشینی و ببینینت مردم صحبت کن. اون وقتا یادم شما میرفتی ایران و میمدی اینها میگفتن که به اصطلاح تصویر شما رو نمیتونن پخش کنن. بعدم که میگی اون خانم قشنگ بند و آب داد، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. حالا میخواستی ایران بمونی چیکار؟ به قول خودت الان سنی ازت گذاشته، مریض، و هر روز بری ناصر خسرو
وسایل بهداشت چیزی بخری، از آمپول مامپول بری جراحی، اینجا اقلا وضعش بهتره، خدا کنیم بهتر بشه با این ترامپ دیوانه. باز پریر دیشب اومده بود، اگه شما بگی این یک کلمه حرف درست میزد که حالا میخوام چه کار کنم، همش باز مثل زمان تبلیغات داشت. دوستان عزیز، ساعت 4 ما باید به وعده به خودمون احترام بذاریم. با آقای حسن ارشاد خواهیم بود از ایران، ایشون طرفدار جمهوری اسلامیه، تو ایران داره زندگی میکنه، با دوستان بهایی با کتاب خودشون ایراد میگیره. دوستان بهایی هم میتونن برنامه داشته باشن همونجوری که قبلا داشتن. دوستان فیسبوکی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار، به امید دیدار. و اما دوستان مردم تیوی هم با آقای محبی بودیم، پیروز محبی، و باز هم با ایشون بیشتر خواهیم بود. اگر همون خانومی که اونجا دوست داره برنامه رادیویی پخش میکنه مایل باشه اینجا استفاده، با محبی صحبت میکنم. دیروز ازش پرسیدم فاصله شیراز، نه اینجوری پرسیدم، فاصله اصفهان به تهران نزدیکتره یا اصفهان به شیراز؟ گفت ما اصفهانی ها با شیرازی ها نزدیکتریم. بسیار ممنون و متشکر. روز و روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم و رادیو مادر رو به دیگران هم معرفی کنید. دیدید ما هیچ ترسی، هیچ وحشتی نداریم که یک کسی رو معرفی کنیم. اون حرف خودشو میزنه، من حرف خودمو میزنم. اون ساعت دوشنبه 9 شبه، من دوشنبه 2 بعد از ظهرم. اینجا رو گوش کن، اونجا رادیو تلویزیونای آمریکایی رو ببینید، میاره هنرپیشه رو ما یا برنامه گذار رو مال اون. من نگاه میکنم میبینم بابا این NBC داره تبلیغ یک کانال دیگر میکنه. چشم و دلشون بازه. ما این چشمهای تنگ ژاپنی و چینیز نشدیم چشم تنگ باشیم. ولی چشم تنگ سعدی چی گفت؟ یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما فعلا خودمون رو قانع کردیم. روز روزگار بر شما خوش. آخر هفته خوبی داشته باشید.